بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز یکم برنامه رو زودتر شروع کردیم، دلیلش اینه که باید از اون ور زودتر بریم و از مهمانی هم که روز جمعه دعوت کرده بودیم خواهش کردیم که امروز با ما باشن. متاسفانه یک اشتباه لپی کردم، دوباره به ایشون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر، که قبل از برنامه براشون نوشتم اگه امکان داره 2 بعد از ظهر با ما باشید. حالا امیدوارم که به موقع بگیره و به موقع با ما باشه. و یکم خودم اینجا تنها خندیدم، گفتم ما که به این دوستان خیلی ایراد میگیریم که آقا شما میخوای بری ایران آزاد کنی، هنوز نمیتونی یک اپوینتمنت یا قرار یا وعده ای رو نگهداری. خودمون الان از جمعه تا حالا به این مشکل متاسفانه برخوردیم و امیدوارم که بتونیم نظم و ترتیب بهتری داشته باشیم. و اما این فیسبوک صفحه شخصی خودم رو با صفحه مردم هم، مردم تیوی، شیر کنم و فیسبوک نگو بلا بگو. باز یاد اون دوستی که ناراحت شده بود که ما چرا به ساحت مقدس فیسبوک توهین کردیم و گفتیم فیسبوک کوفتی، دیروز نوشته بود که یه نوع تلفنایی که شما دارین تمام حرفاتون رو فیسبوک به قول ایرانی ها شنود میکنه، گوش میده، تمام تکست هاتون رو میخونه، هر ویدیویی تماشا میکنید اونها هم دیدن و ضبط کرده. اینی که یه وقت آگهی میده که بیا یه تلفن بخر، یکیشم مجانی ببر، اون پول اولی رو شما میدید، پول دومی رو فیسبوک میده که تمام هست و نیست شما، حتی شماره و اندازه شلوار و شورت و زیرپوشمون رو هم به اونا بده. اجازه بدید من این آقای رحمان رضازاده رو که احتیاج داره به اینکه بره و پدرش رو ببینه بفرستیم بره سراغ کارش. و جای تأسفه که این دوستان میخوان برن ایران رو آزاد کنن وقتی خودشون اینجا بلد نیستن یک کار ساده رو با منطق انجام بده. و اما invite friend، این یه آپشنی داره فیسبوک، شما میتونید به اصطلاح دوستانتون رو دعوت کنید. اگر ما کسی رو داشتیم که اینجا می نشست و در حین برنامه به ما کمک میکرد، مثل قدیما که 13-14 نفر، مخصوصا دوستان جوانی که از ایران اومده بودن با شوق و اشتیاق میمدن مجانی کار میکردن، ولی متاسفانه تلویزیون های ایرانی چنان از اینها سوء استفاده کردن که چی شد دیگه، اینها هم البته خب رفتن دنبال کار زندگیشون. بعدم چی بگم، آقای آرام مرادی، درود بر شما جناب سربی، وقتتان به نیکی. خیلی ممنون دوست عزیز، منم به شما سلام میکنم، امیدوارم که اوقات شما هم به خوبی به اصطلاح بگذره. و اجازه بدید دوستان من این آقای رحمان رضازاده سرباز ساسانی رو بفرستم بره همون عهد عتیق و هم بلاکش کنم هم ریپورتش، نه علاوه بالاخره عکس خودش رو گذاشته یا عکس یه نفر رو گذاشته. بله کانفرم، برو به سلامت آقا، برو بذار اینجا باد بیاد. اینا اسم خودشون رو سرباز ساسانی میذارن، اینا عکس خودشون رو با آرامگاه کوروش در پاسارگاد که اصلا معلوم نیست اونجا کوروش هست داریوش هست، اگه اینا زرتشتی بودن قرار نیست آرامگاه داشته باشن، ولی خب ما آدم های مشنگی هستیم. دوستمون آقای چمنارا معنی مشنگ رو فرستاده بود و خیلی جالب بود، خودتون برید پیدا کنید ببینید چه خبره. و اما یک ویدیوی رو من اون روز گذاشتم، خیلی از دوستان تماس گرفتن، متاثر شده بودن، جوان ایرانی که توسط یک نژاد پرست آمریکایی به قتل رسیده. و جالبه که این آقای نژاد پرست قبلا هم همین مشکلا و همین به اصطلاح نژاد پرستی و آدم کشی را حتی داشته و گویا به قید چی میگن مشروط، این تو ایران مثل که یه چیزی گذاشتن آزادی، حال بعد از آزادی و مرخصی زندانیان یک چیزی هم مثل اینجا گذاشتن که اگه کسی تو زندان به اصطلاح
خوشرفتاری کنه و اینها، بهش یه تخفیف میدن، میاد بیرون. اینجا فکر کنم بهش میگن پروموشن، یعنی مثلا تو اون 3 سال اگه خلافی کنه باز اون که بهش بخشیدن برمیگرده، به جرمش اضافه میشه و از این ماجرا. در صورت این ناجوان مردی که این پسر جوان ایرانی رو با ضرب چاقو کشته، بذارید بهتونم نشون بدم، روی فیسبوک هست. این یک نجات پرسته و آدم های نجات پرست معمولا کم سواد، کم منطق و پرتعصب دنبال همون چیزی که حالا یا یک کتابه یا یه شخصی رو میپرستن بدون دلیل، دنبال اون را میفتن. بذارید من روی فیسبوک اینجا روی کامرای 3 این رو براتون، من حالا این آقای رحمانزاده یا هر کی رفت، ولی میخوام ببینم واقعا اینا احمقن. خب آقا اگه میخوای حرفی بزنی اقلا وایسا درست بعد حرف بزن، چون تا تو داد بزنی خب ما میندازیمت بیرون، که این که دیگه اختیارش دست ما. چقدر اینا نادانن، اون وقت آخونده از شما استفاده میکنن، به مردم نشون میدن، میگن نگاه کنید اینا میخوان بیان برای شما فرزندان کوروش میخوان. خب بله، yes you can in this case do it. خیلی ممنون آقای رضا زرابی یا کوروش زرابی، چند تا پیام برای من گذاشته بود، جالب بود. من وقتی که دیدید شما فیسبوک هم مثل اینترنت میرید، مثلا یه چیزی رو بخونید از این منتقل میشه به اون، یه دفعه نگاه میکنید با یه کسایی که اصلا نمیشناسید و اینها دارید یه مطالبی یا یه مطلبی رو میخونید و نظر میده اینها. در رابطه با سیزده بدر یک دوستی نوشته بود که آقا این سیزده بدر اصلا نحس نیست و نحس نبوده، از دوره آخوندان نحس شده. گفتم آقا خانم والا نکنید این کارو، حتما یه عدتون یادتونه موقعی که به جای این پلاکای آهنی که در خونه ها می زدن، مردم کاشی سفارش می دادن. به همین خاطر بود که می گم مثلا خیابان مصدق کاشی 51، روی کاشی نوشته بود 51 با گل و اینا می چسبن به دیوارشون. اصلا شما به خونه شماره 13 که میرسیدی مینوشتن 12 به علاوه 1. حالا شما اونو ولش کن، ایرانو ولش کن، زمان شاه رو ولش کن، بیا آمریکا. آمریکا شما از طبقه 12 میری طبقه 13 نیست، میشه طبقه 14، یا طبقه 13 رو گذاشتن مثلا یه چیزی بالرومی، چیزی که به اصطلاح نخواد بنویسه 13. بعد من برای آقای زرابی نوشتم آقا جون به غیر از اینکه روز 13 نحسه و مردم سالها میرفتن نحسی رو به در کنن و نمیدونستن چرا نحسه، داستانش برمیگرده به اون پادشاه هخامنشی که معاونش یا به اصطلاح نخست وزیرش و اینها یک خانمی هم به نام همین استر، خانم میگفت یادتون میگفت به نام اشتار بزرگ همین استر که توی داستانش آقای مصطفی زاده اینا رو خوب میدونست، توی چیز هم هست. خیلی ممنون آقای زرابی هم لطف کردن اومدن. بله این دسیسه میکنن و کلیمیایی و یهودیایی که ایرانی ها آزاد کرده بودن بهشون جا و مکان داده بودن اینها، و این خانمی که اینم همش ببینید شما تمام این جنگای دنیا از بالا از مغز نیست، از پایین از زیر شکمه ماجرا. اون یکی عاشق اون میشه، امام حسین دنبال زن میره تو صحرا، نمیدونم دیگران رو به کشتن میده، و این پادشاه یا حتی چهارشنبه سوری یه شاهی میره یه زن جوانی میگیره، زنه چشمش دنبال سیاوش اگه اشتباه نکنم پسر شاه بوده، بعد تازه وقتی سیاوش بهش میگه بابا تو جای تو نامادری من هستی و من کاری به تو ندارم، میره با باباش میگه این به من نظر داره. ببینی همش خب داستانها رو در حد داستان نگه داریم بگیم، و آقای زرابی اومده یه منطقی استفاده کرده که به نظر من غیر قابل قبوله. چرا؟ ایشون میگه چون من ژاپن بودم، اونجام عکس چنگیز خان زدن و میگن این چه آدم مهربانی بوده، رفته دنیا رو گرفته، فرهنگ و مغولا رو پو برده فلان اینها اونجا، و
یونانی ها میگن آقا این اسکندر عجب آدم باهوشی بوده، این شاگرد 21 ساله ای نمیدونم سقراط و افلاطون و ارسطو ببینید چجوری دنیا رو رفت گرفت و اینها. میگم خب آقا شما که خودتون مسخرهشون میکنی، چرا کاری میکنی که ما هم مسخره دست دیگران بشیم؟ چرا ماجرای عید پوریم، جشن پوریم که یهودیا به خاطر خونریزی، یادتونه وقتا میگفتن نری تو کوچه ها تاریک میشه، جودا میان میگیرن میبرنه و جودا میگیرن میبرن خونتو میخورن. ببین شما را ماجرای این جشن پوریم و آقا چرا اینقدر عقب میری؟ آقای زهرابی شما که انگلیسی بلدی، این نتنیاهوی دیوانه آمده بود اینجا یک کتاب مال همین استر دستش بود، داد به آقای اوباما و گفت که ببینید شما نمیذارین ما اینا رو بزنیم بکشیم، ما یه بار این کارو کردیم ولی ناتمام گذاشتیم. یعنی اینا میخوان نسل ایرانی ها رو بردارن. حالا بله یه احمقی پیدا میشه مثل احمقی نژاد میاد میگه که اسرائیل باید از نقشه دنیا پاک بشه چون احمقه میگه، ولی اینا زیر زیرکی کار میکنن. حالا پیامی که ایشون گذاشته، چون دفعه قبل ما در رابطه با پیام آقای زرابی خیلی قشنگ گفته بود، گفته بود من چون پیام ها رو تو قسمت خصوصی گذاشتم خصوصیه، باز خودش گفته بود گرچه این روزها هیچ چیز خصوصی وجود نداره، من امروز آمدم رعایت کردم و گفتم بذار ازش بپرسم این دوتا پیامی که گذاشتی من میتونم در برنامه پخش کنم. ایشون گفت بله، من تنها سوالی که از شما و دیگر دوستان دارم اینه که چرا وقتی میدونیم یه چیزی حقیقی نیست، اونایی که نمیدونیم حقیقی نیست به دروغ تو کلمون رفته و باور کردیم و تبلیغ میکنیم باشه، ولی به مجرد اینکه فهمیدیم این دروغه دیگه اون روز باید استاپش کنیم، باید دیگه توقف بدیم به خودمون، هی دروغ رو ما پخش نکنیم. ما قسمتی از این چنگیز خان آدم خوبی بود، نمیدونم کوروش آدم مهربانی بود، آقا اینا 2500 سال پیش 3000 سال پیش به روش اون موقع جنگیدن کشتن تموم شده رفته، تاریخ اینا رو نکنید اسطوره و نمیدونم قهرمان ها و فلان. بذارید ببینم این دوتا پیام آخریشون که گفتم این بود. آقا درود به شما، من سپاسگزارم از مهرت. من عرض کنم به خدمتتون که میدونی چرا میگم؟ به خاطر اینکه دروغ خیلی شیرینه. حالا بعد یه چیزی شما فراموش نکن، این دروغ گفتن فقط تو ایرانی ها نیست، شما نگاه کنید مردم چین هم همین مشکل رو دارن. اینا میگن آقا ما کشورمون یکی از بزرگترین و قدیمی ترین امپراتوری های دنیا و همیشه هم گل و بلبل و سنبل بوده، ولی همین الان هم اینا به سگ هم رحم نمی کنن و سگ زنده رو پوستش رو گرفتی میکنن میخورن، یه همچین مادر قوایی هست. ولی چی؟ ولی ادعا میکنن که ما 8000 سال تمدن داریم. خب بعد رید به همچین تمدن 8000 ساله که همین الانش آدم های خودشون رو میکشن و اعضای بدنشون رو میفروشن. دولت چین رسما اعضای بدن زندانیان اعدامی رو میفروشه، یعنی یه دونه آدم اونجا در اختیار دولت، حتی بدنش مال خودش نیست. بله خب این پیام، چون فیسبوک نیست که نمیذاره یک دقیقه بیشتر صحبت کنن، و اینم یکی دیگه پیام بعدی. من به شما بگم جناب سروی، این مسئله فقط ما نمیتونیم بگیم ایرانی ها این مریضی رو دارن، این یک مریضیه در بسیاری از جاهای دنیا، شما مطالعه کنید ببینید که دارن و با چاخان و دروغگویی و پشت هم اندازی و خودشون خوب نشون دادن چه لذت میبرم. من در ژاپن بودم این مسئله رو متوجه شدم، من رفتم یک رستورانی دیدم اونجا عکس چنگیز خان مغول رو زدن بالا و خب من میدونستم این چنگیز خانه، بهشون میگن چنگیز خان، گفتم این چیه؟ گفتن چنگیز خان. ایشون خیلی قهرمان ملی بود و چقدر محبت و صلح و صفا آورده تو این کشور، و اینا جدی جدی فکر میکردن که ایشون یک مرد مصلحی بوده که فقط کار صلح و دوستی و حال دادن به ملت بوده، در حالی که مثلا ما که ایرانی هستیم برامون خیلی جا افتاده است که ایشونو به وحشیگری بشناسیم. حالا شما میگن تو خود حدیث مجمل بخوان از این، تو خود حدیث مکمل بخوان از این مجمل، شما فقط ببین. بله خیلی ممنون. خود شما گفتید که اینا دروغ میگن و
همون باز برمیگردیم، اگه میدونیم دروغ میگن و میدونیم وقتی دروغ میگن، شمایی که آگاه هستی، شمایی که تاریخ رو میدونی، شمایی که کشت و کشتار مغول رو میدونی، در دنیا به ریششون میخندی، من میگم چرا ما خودمون رو مسخره به اصطلاح دست دیگران کنیم و باعث خنده اونها بشیم. دوستان عزیز، امروز 26 مارس 2018 میلادی است، برابر با 6 فروردین 1397 و آقای فرخ اون روز که ما درباره این برنامه یه آقای بوشیر محمد، زار محمد و اینها صحبت میکردیم، وقتی ایشون پیغام گذاشته بود که آهان، یه تقریبا یه جوری اینجوری که آهان سوربی مچتو گرفتم، چطور برنامه گوگوش میگی که کنسرت برین، بعدش هم میگی برین هپی افتر آورز، ولی به اینا میگی، گفتم خب من هنوزم همینو میگم. بعد دروغ را نباید ترویج کرد، خدا پدرتو بیامرزه، نباید اصلا منتشر کرد، ولی شما رو همون وبسایت خودت و همون دوستانی که من نوشتم ببین، اون یکی که نوشته اینجوری، بعد اون یکی میاد میگه دروغ بر شما و پسر کوروش، بله اصلا زمان شاه 13 نسل نبود، 13 ما میرفتیم بیرون، بله میرفتی بیرون، ولی بابا و مامانت میبردنت بیرون که کلیمیا حمله نکنن به شهر، مردم از شهر رفته بودن بیرون، چون نصفی از جمعیت اون زمان رو این دوستان کلیمی به پاس اینکه کوروش بزرگ بهشون آزادی داده بود و اون مردوخه نمیدونم با استر فلان اینها کلیمی بوده، طرف زن کلیمی به شوهرش نگفته چه دینی داره، ببین دیگه چقدر شیر تو شیر بوده. بعدم تازه حالا شوهره چی؟ آقای پادشاه مس کرده بوده، به ایشون گفته بیا در جمع دوستان بدنتو نشون بده و اینها، اون خانم کلیمی که از ما مسلمونا بدترن بهش برخورده، گفته من باید پوشش کلیمی رو رعایت کنم و فلان اینها، و این آقای پادشاه دستور داده این خانم رو برید بکشید. چقدر هم دوست داشتن هم دیگر رو، چقدر ما شاههای ایرانی به زنهاشون احترام میذاشتن، چقدر بلند پایه بودیم. خب آقا داریم دروغ رو ترویج میکنیم، دروغ رو منتشر میکنیم، بعد میگیم آخونده دروغ بود. آخونده میگه حضرت علی در نخلستان کار میکرد، حضرت محمد خورما میخورد، یه بچه اومد فلان، بعد ما میگیم آقا اینا دروغ میگن. خب چجوری دروغ اونا دردآوره، ولی شما اینجا میگی دروغ شیرینه. یه وقتی هم حالا امسال فرصت بشه با آقای زرابی صحبت میکنیم، من از همینجا به مادر ایشون سلام میکنم، من ممکنه یک کمی به اصطلاح درد این خانواده رو بدونم، چون هم داداشم از دست دادم، هم مادرم رو میبینم که کسی که، چون گردش طبیعت اینه که پدر و مادرها اول برن بعدن بچه ها برن، وقتی این اتفاق میفته، اتفاقا اون فیسبوک رو میخواستم بهتون نشون بدم که بچه جوون این خانواده کشته شدن، اصلا مادرش چند بار بیچاره قش کرده، وقتی بهش گفتن تازه مثلا زخمی توی بیمارستانه. در هر صورت اینم از این ماجرا، و اما درباره فرخ اینقدر ماجرا زیاد دارم که من امروز گفتم زودتر شروع کردم، بلکه یک کم اون کسری یا بدهکاری روز جمعه رو پرداخت کنم، چون باز ساعت 3:30 باید برم و این ماجرای کار و اینها هم بعضی وقتا پیش میاد. ما یک کارایی که میگیریم به اصطلاح با وجودی که به این و اون واگذار میکنیم بعضی وقتا، بعد میبینی خودمون طرف هم نمیتونه، خودمون باید بریم بالاخره کار کنیم و ما از جایی بهمون نمیاد امدادای غیبی. راجع به امدادای غیبی هفته پیش شنبه اینجا 24 یعنی درست پیش یک گردهمایی نه تظاهرات بزرگ، رالی مارچ بزرگ بود که شبش جمعه میگفتن بر اساس هتل ها و رزرویشن و تعداد اتوبوس ها و قطار و هواپیما 1,000,000 نفر سرکلهشون پیدا میشه، ولی صبحش گفتن که حدس میزنیم 500,000 نفر. هوا نسبتا سرد بود ولی جمعیت آمده بود، من خودم اون روز تو واشنگتن بودم و عکس های زیادی هست، حالا اگه فرصت بشه بهتون در برنامه نشون میدم. ولی برگردیم سراغ آقای فرخ. من اگر میدونستم که فرخ اینجاست یه زنگی بهش میزنم. بعضی وقتا آدم میگه که خب ببینم اون اگه جای من بود چه کار میکرد،
چون به من که میگه آقا تقلید کوروش دبیر گوگوش بگو اینا پولی که میگیرن، آقا مگه تو به نونوای میگی پولی که میگیره؟ مگه به راننده تاکسی آمریکایی میگی تو پولی که میگیری بیا کمک کن به ما تو ایران؟ اونم فرقی ندارن. شما نمیتونی به ابی بگو چی بخون چی نخون. میتونی اگه نخون نری کنسرتش، این حق شماست. ولی نمیتونی اگه رفتی کنسرتش بگی آهنگ خلیج رو بخون. آخه من نمیدونم ما کی میخوایم این زور گفتن رو کنار بذاریم، چون خودمون با آخوندها میگیم شما عجب هارون‌زاده هستین که زور میگین، ولی ما آدم های خیلی خوبی هستیم دوست داریم زور بگیم. خب نمیشه که این دو طرف معادله، این زور این وره، این زور این وره، اون دوتا باید یه اندازه باشن، دیکتاتور باید باشن تو بخونن. اگه معادله رو ساده ترین نوع معامله معادله همینه، والله معامله هم همینه. در هر صورت یه روزی زنگ بزنم به فرخ بگم آقا من مسیج تو گرفتم، شما دوباره همون چیز رو تکرار میکنی. من میگم منی که اینجا نشستم آگهی گوگوش رو میدن، حالا یا میگن دو تا تیکت بهت میدیم یا 10 تا تیکت یا $1000 یا $300 میدیم، من باید چیکار کنم؟ بگم فرخ که دوستمونه حمایت نمیکنه، گوگوش رو هم دوست نداره، خب این آگهی رو بندازیم دور، خب میبندیم آقا میریم. حالا شما فکر کن بستیم، شما برو یه جای دیگه نگاه کن. این صحبت ما یک کمی باید عمقش رو بیشتر کنیم تا اصل ماجرا بیاد بیرون. من میگم آقا این آقای شیر محمد شیرزالو خالو که میاد داد و بیداد میکنه به مردم، میگه چی؟ آقا میگه همه دزدن. چیز جدیدیه؟ شما نمیدونستی تا قبل از اینکه این بخونه؟ حالا که میگه همه دزدن، شما منتظرش که بگی بیا بریم دزدا رو بگیریم؟ آقا بذاری من بهتون نشون میدم آخونده تو ایران دارن چی میگن. وقت شما هیجان زده شدی که یه خواننده آمده از این لنگی هم بسته به خودشو اینجوری میگه، بذاری من آخونده براتون پیدا کنم. بله، این ماجرای صادق هدایت فوش یکی از اصول و اینها. یه دوستی گفته بود که آقا این نوشته کنایه است و باور و اعتقادش نبوده، این رو به طعنه گفته. میگم خب آقا اگر یک فرهیخته ای، یه شاعری که اینقدر همه میگن صادق هدایت صادق هدایت، اصلا اسمش هدایته، این به طعنه بگه که مردم برداشت غلط بکنن، که این فایده نداره که. باید یه چیزی بگه اینقدر صاف روون که مردم بفهمن. دلیلی که خمینی تونست مردم رو گول بزنه، خیلی مثل خودمون صحبت میکنه، خیلی راحت میایم میرم قم همه با هم اینجوری بود. ولی این دوستان فرهیخته، من برای شما فرتوری فرستادم که در آن فرتور سکتور را اینجوری کنید سکتور کنید، اصلا طرف میگه این چی میگه؟ یه مترجمی ما احتیاج داریم که این آقای رهبر جدید رو ما بفهمیم. ماشاءالله رهبر جدیدم که نگو و نپرس. باز دیدم آقای زهرابی یکی دیگه از دوستان نوشته بود آقا این آقای مصاحبه شمیرانی با تلویزیون کلمه یا کلمه، ما هر چی گفت درسته و من قبولش دارم. میگم خب آقا قبولش داری بهش بگو برنامه چیه، بلند شو برو دنبالش. ضمناً این تلویزیون کلمه که من شنیدم پولش از عربستان سعودی میاد، خود اونها هم سنیای تندروی هستن که همین انفجارهای دنیا و اینها زیر نظر اونها هست. این یه روز میره با دلقک حسینی صحبت میکنه، یه روز میره با اون صحبت میکنه، یه روز میره با اون صحبت میکنه، تا اینا هم از این بگذره و هینشون بدن نگاه کنید ما اینقدر بیننده داریم، عربستان سعودی پول بده بیاد. خب آقای شمیرانی یه مدتی نوچه حخا بوده، شمیرانی یه مدتی شاگشوفر سکویی بوده، شمیرانی یه مدتی پادو هلپر پادوک کارچاخکن آقای آریا وطنخواه بوده. بعدم همه اینا افتخارش اینه که یه دفعه رفته یه عکسی هم با آقای رضا پهلوی گرفته، بعدم میگه اینا هیچ کنشون درست نمیگن، من درست میگم. حالا تو من درست میگم، شما به من بگو این چی میگه، این چی میگه؟ اگه درست میگه شما چرا بهش نمیپیوندی؟ شما چرا میرید دنبال یه حزب دیگه؟ نه فقط آقای زرابی رو میگم، دیگران رو میگم، کارمون خیلی خرابه. Tomorrow always is better day. ممنونم. این رو بابک نوشته، بابک هروی، و امیدواریم که امسال هم باز وقت داشته باشیم با ایشون باشیم تا نظرات دیگران رو هم ما اینجا
بشنویم و ببینیم. و اما پیام فرخ، دوستان میخواستم پخش کنم، حالا اگه خود فرخ اینجا بود بهتر، ولی بذارید ببینم این دان با اند یک نزدیک نباشه. دیالوگ آزاد ایرادی ندارد. این بحث خیلی بزرگیه. یعنی چی دیالوگ آزاد؟ مثلا من آزادم که بگم سعدی 5000 سال پیش زندگی کرده؟ خب تا اینو من بگم طرف میگه آقا شما که شیرازی هستی خجالتم خوب چیزیه، دم درش نوشته متولد فلان، ایشون 700-800 سال 1000 سال پیش. پس همچینم آزاد آزاد نیست. این گفت و شنودها یک خطی، یک خط قرمز نمیخوام بگیم، ولی بالاخره یه جایی آزادی تا یه حدی که به دروغ و به نمیدونم توهین و اینها چیز نشه. خب بذارید من ببینم که این دوستمون حالا چه باشه چه نباشه، ما پیامو پخش میکنیم. اون ماجرایی بود که یه نفر داشت زمینو میکند، یه نفر دیگه هرچی میکند میریخ سر جاش. یه آدمی نیم ساعت وایساده و گفت خدایا اینا چه کار میکنن؟ بعد گفت ببخشید من دارم شما رو نگاه میکنم، شما چه کار میکنید؟ گفت آقا ما سه نفری، یکیمون زمینو میکنه، یکیمون لوله کار میذاره، یکیمون زمینو پر میکنه. اونی که لوله کار میذاره مریض، امروز نیومده، ولی ما کار خودمون رو انجام میدیم، میخوایم این دستمزدی که میگیریم حلال بشه. حالا ما همین کارو میکنیم. حالا فرخ باشه یا نباشه، ما این پیامو پخش میکنیم به شرطی که اول پیداش کنیم. آها این بهروز یه چیزی برای من فرستاده، یه دوست ایرانی جوونی آشپز باشی. من ویدیوهاش یه دو بار بهتون نشون دادم، کارش هم خیلی قشنگه، ساده، خوراکای ساده و اینها. فکر کنم جواد اسمش، حالا نگاه میکنم بهتون میگم. بعد نوشته که من میخواستم شب عید براتون یه دو تا رسیپی یا دستور تهیه خوراک هم چیز کنم، مریض شدم. البته من همه چیزی گوش ندادم که ببینم مریضی چیه اینها، ولی مهم نیست، بعضی ها آپاندیس میگیرن، بعضی ها خدای نکرده سرطان میگیرن فلان، نه امیدواریم که حالش خوب بشه. خب آقا چیز نکن، آقای شهرام حمزه عزیزم توهین نکن، یعنی باید با همه وارد گفتگو شد و در رسانه های مختلف حضور پیدا کرد. آها اگه منظورتون اینه خب ما قبول داریم، ولی اگه آمد یه چیزی گفت هر روز دروغ بود چی؟ آقای شهرام حمزه‌ای لطف کن عزیزم، اونی که نوشتی برای آقای زرابی پاکش کن، برای خودش چیز کن. این ببینیم چیه، مثل که شما یه جایی مجلسی باشه، من بابام مرده نشستم اینجا دارم میگم که پدر من آدم کارگری بود فلانی بود، بعد شما از اون طرف بگی آی زرابی ملیجک، آخه فکر میکنی کی این وسط میبازه؟ منظورم برد و باخت نیستا، مردم نمیگن زرابی ملیجکه، مردم نمیگن سربی آدم احمقیه، مردم میگن آخه این آدم نکن از اینا، پاکش کن، خودت پاکش کن. خیلی ممنون، منم به شما سلام میکنم. ایشون لطف کرده قبلش نوشته بود که درود، اوکی شهرام حمزه‌ای خیلی ممنون. همین که مثل یه دوست حرف این پیرمرد رو گوش میکنی، من ازت ممنونم و بهت احترام میذارم. پیغام فرخ رو هم پیدا کردم، شما بشنوید بعد از توضیحاتی که من دادم که آقا اینجا شما شب که میری واشنگتن تا ساعت 4 صبح همه دارن عرق میخورن، ما که مخالفشون نیستیم، ولی اگه یکیش نشسته من آقا دارم اینجا عرق میخورم که ایران رو آزاد کنم، من همون موقع میگم آخه پول این عرقه رو بده یه دستکشی یه بچه‌ای بپوشه که بتونه بره یه مشتی بزنه. ما داریم اینو میگیم، واش شما دوباره همون حرفو میگی. آمریکایی ها میگن let's agree on disagree، اجازه بده با هم موافقت کنیم که سر این موضوع توافق نداریم. یا شما فکر کن رئیس تلویزیون مردم هستی، یه نفر حالا یا آقای شهبازی آرمان میشناسی دیگه، آرمان و برادرش و داییش و خواهرش و اینا همه رو میشناسی، آرمان شهبازی زنگ میزنه به شما میگه آقای فرخ شما که مدیر تلویزیون هستی این آگهی رو برای ما پخش کن. دو روز دیگه یه جوونی که اون برنامه افتر آورز میذاره به شما زنگ میزنه میگه آقا مثلا من $30 $100 حمایت کردم اینو پخش کن. شما چه کار میکنی که ثابت کنی انقلابی هستی که اینجا نشستی فقط ویدیو میفرستیم برای هم دیگه و هیچ کدوم از این ویدیوها به ما نمیگه چه کار بکنیم چه باید کرد؟
همشون میگن چه اتفاقی افتاده. وقتی میگن چه اتفاقی افتاده، ببینم کی این کارو میکنه. خدایا بگید دیگه، بگید بگید دیگه. آخوندا ذکر مصیبت میکنن. آخوندا هر روز میگن امام حسین و کربلا، و هیچ کنشون حقیقت رو نمیگه که امام حسین به خاطر عشق و عاشقی و نمیدونم فلان مردم بدبخت و برده کشته. شما هم داری همین کار میکنی، اونا هم دارن همین کار میکنن. بشنوی فرخ عزیز. یک دقیقه درست صحبت کرد. الو پاسای عزیز، من قصد توهین چیزی نداشتم، فقط گفتم که این هست. شما حالا میگین صحبت. حالا ببین اشتباه کردی، من نگفتم صحبت. صحبت یعنی که چی؟ من گفتم دن وات، بعدش چی؟ این خیلی فرق میکنه. شما یه نفر میپیچه جلوت، شما یه چیزی بهش میگی، میگی سو وات، میخوای چیکار کنی؟ حالا اون، من کی گفتم سو وات؟ گفتم دن وات، بعد از این دیگه از امروز به محمد نگیم زار محمد، بگیم شیر محمد و شهردار دوز، رئیس دوز، آخوند دوز. آقا اینه که سالها پیش کی بوده گفته؟ پروین اعتصامی گفته، ایرج میرزا گفته، گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هران که هست گیرن. احتمالا زرابی اینو میدونه. خب میگه ملت ما یاد گرفتن که همیشه شر حال مصیبت کنن، اما راهکار را به دیگران وامی گذارن. خدا پدر و مادرتو بیامرزه. آقای مرادی، آقای مرادی اگه کرد هستی ممکنه فامیل ما باشی، یا مخصوصا اگر اهل سنندج باشی. بله اینم از درود بر جناب سوربی. که از مشکلات مردم ایران نداشتن تأمل گفتگو است. باریکلا باریکلا. این تحمل، تأمل. یکی دیگرش هم چیه؟ اینا دکتر طهماسبی خیلی همیشه میگو بابا بذار طرف حرفشو بزنه. اصلا الان بیرون آفتابه، چه روز زیبایی هم است، ولی این میگه داره برف میاد، شر و شر. شما که میبینی عقل داری، میگه برف نمیاد. اونای دیگه هم میبینن، اون وقت شما صحبت میکنی، میگه آقا من الان از بیرون اومدم آفتاب. بعد اونایی که اونجا هستن میبینن این آقا میگه برف و بارونه، شما میگی آفتاب، میفهمن شما درست میگی. تعمق و تأمل و یه چیز دیگه، تحقیق، یه چیز اینجوری. بله من کرد هستم و پیش مرگ. امیدواریم اصلا حرف مرگی نباشه که شما پیش مرگش باشی، پس فامیل هستیم. حالا یه وقتی دیگه با تماس میگیرم و میگم که چجوری فامیل هستیم. باز فرخ رو گوش بدیم ببینیم. اینجا که همه میگن در فلان ساعت این کار رو بکنیم، فلان ساعت نه چراغاتون رو خاموش کنین و اینا. خب اینا میگن، خب آخه اینا میگن دنبالش هم بگو آقا ساعت 10 شب چراغاتون رو خاموش کنین برای یه دقیقه. خب تو ایران طرف نمیدونی این خوابیده، بعدم خاموش کنی. اون دیوانه روانی، تیمسار روانی روحانی میمد میگفت که سر یه ساعت معینی در کوچه‌تون رو باز کنید، از توی کوچه به هم نگاه کنید، بعد برید داخل. اولا این احمد خبر نداره دیگه ایران کوچه‌های اونجوری نی، همه رو ریختن پایین، همه شده برج رو سر هم دیگه نشستن قند میشکنن، تاق 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 دعوای آپارتمانی. این فکر کنه مثل اون وقتان دره که باز میکنی باید نگران نباشی که بابای شاپور طلبکار بقالی سر کوچه‌مو ببینته. خب که چی آخه؟ من اصلا نمیدونم ربط اون، فرخ جان، ربط این ماجرایی که میگن چرا خاموش کنین روشن کنین، با این ماجرای کنسرت گوگوش و این آقای شیر محمد زار محمد، این اخبار یه چیز سر یک چیز مشخص صحبت کنین تو به نتیجه برسین. شما یا پیام بذار یا زنگ بزن، هر جوری که بهتره. بنویس که اگر شما صاحب تلویزیون مردم بودی یا برنامه داشتی تو تلویزیون مردم، وقتی بهت میگفتن که آقا این آگهی رو پخش کن، حالا یا تیکت بهت میدیم یا به اصطلاح پول بهت میدیم، شما میگفتی چی؟
خب فردام چلو کبابیه، میگیم آقا این چلو کبابیه انقلابی نیست، هی کبابا رو میفروشه، هی پولاش میفروشه بچهش مدرسه، آقا کبابا رو بفرست ما میخوایم بریم جبهه، ما باید گردنمون کلوف باشه. آخه اینجوری کار نمیکنه عزیز من، همین اشتباه ها رو کردی کار نمیکنه. اون یکی احمق دکتر فروتن میاد میگه چرا خاموش کن، جنبش هسته، جنبش پسته، جنبش پول خورد، خب این همه کار کردن به کجا رسید؟ شده مایه خنده. یه احمق دیگه اومده بود تو تلویزیون بهبانی لنگ میگفت که مهندس برق، آقای چمنارا گوش کن، به روز که کارت برق و الکتریسیتی و اصلا هر آدم معمولی گوش کنه، این آقا میگفت مهندس برق، بعد این بی سوادی که باباش فرستادتش سوئد، از سوئد رفته انگلستان، از انگلستان رفته فلوریدا، از فلوریدا اومده اینجا، از اینجا رفته آریزونا، از آریزونا رفته کالیفرنیا، تازه فهمیده آقا اشکال از اینا نیست، اشکال از خودته. اینم شده بود پامنبری اون، میگفت که سر یه ساعتی همه چیزای خونتون رو بزنید به برق روشن کنید. دوستان شما که تو خونه های ایرانی بزرگ شدید، سیستم های خونه های ایرانی دو سه رقم بود، یکی این فیوزایی بود که سیم توش بود، یه شن سفیدی هم توش ریخته بودن که وقتی این به اصطلاح میترکه اون سیم میسوزه، فیوز میسوزه، صدای انفجار نده، که ما اینو بعد سرش اینجوری میکندیم، خالی میکردیم، سیم میپیچیدیم، میزدیم. شما به من بگی چند بار اتفاق افتاد که مهمونی داشتید 4 تا چراغ که زیادتر روشن کردید فیوز خونتون میسوزه؟ اگه شما اتو رو روشن کنی، بخاری برقی که نبود، بخاری ایرکاندیشن روشن کنی، همه چراغا رو روشن کنی، فیوز خونه شما میسوزه، نه جنراتور مثلا صد فلان. این احمق مهندس برق ما بوده. خب آخه آقای چمنارا، شما اون موقع وظیفت اون بود، قانون اساسی که آقا هر روز شما پیروز شدی، اینها این قانون اساسی مال آمریکا، مال آلمان، مال انگلستان، میگه آلا انگلستان نده، وردارید ببرید اونجا اجرا کن. پس درد ما قانون اساسی نی، درد ما دوستمون مثل فرخه، میگه خب اینا که اومدم گفتم. آقا از امروز ببخشید آقا فرخ، اینو میگم به خدا، نمیخوام منم به شما بی احترامی کنم، چیز اون وقتا توی مدرسه بچه که بودیم، خب بازی های فوتبال و فلان اینا که نداشتیم، میگفت که شما مثلا دستتو بذار اینجای دماغت بچرخ بشما، بعد میگفت حالا چطور میشه؟ اولا خب سرت گیج میره، بعد میگفت که الان یه هلیکوپتر از اون بالا میگه که یه بچه ای تو مدرسه، یه خلی داره تو مدرسه میچرخه دور خودش. اینجوری مسخره میکردیم هم دیگه. آقا از امشب جنبش تلویزیون مردم اینه که یه دستتون بزنید یه چراغ روشن کنید، با این یه دست بزنید تو سر خود، خاموش کنید بزنید تو سر خود، روشن کنید بزنید تو سر خود، خاموش کنید بزنید تو سر خود. اینجا اون وقت میاد طرف میگه آقا then what، بعدش چی میشه؟ هیچ، همین که نشده. 40 سال اینا شما رو گذاشتن سر کار. این بدبخت فروتن یک خواننده ناموفقه، حالا کلاگیز، خب کلاگیز هر جور دلش میخواد بذاره سرش، ترامپ هم موهاش از اینجا میچرخونه میاد اینجا، کچلی ها همه میدونن کچله، خودش نمیدونه کچله. یه خواننده ناموفق که با برادرش دیسکو باز کرده بودن، اصلا تو فکر و دنیای ایران و ایرانی نبودن. آخه دیسکو هم تا یه سن و سالی شما میری دیگه، بعد که میری نه دخترها محلت میذارن نه چیزی. گروه اکس، این خانم بدری همدیار خوب اینا رو مسخره میکرد، عداشون هم در میآورد. بدری همدیار صدا داره، خواننده است به غیر از اینکه کمدینه. اینا ناموفقن، بعد چون رشته درسیش و اینها نمیدونم آیتی بوده چی بوده، آمد تو تلویزیون کانال 1. من دیدم به، یه روزی یه آدم نسبتا جوانتر از ما آمده داره یه چیزی میگه که آقا اینجوری دیاگرام، اینجوری نمودار، اینجوری اینجوری. من باهاش تماس گرفتم، گفتم آقا بالاخره یه چیز علمی هم اومد تو تلویزیون ما. این آقای علمی رو تبدیلش کردن به عملی. عملی نه کننده کارا، عملی دیگه دانایش میشه اونای دیگه بشینی جنبش پشته. پول جمع کردن با خانم احسان
با هما احسان رفتن دادگاه، چون پولایی رو که از مردم جمع کرده بودن دو نفر دزد خری دزدیدن سر تقسیم و هم جنگیدن، دزد سوم آمد و زد و برد. حالا بشنویم باز صحبتهای فرخ. در مورد این مسئله که گفتیم که راجع به کنسرت بوگوشینا، شما آگهیشو دادیم بعد گفتیم بعد تو این برنامه قبلی. عزیز من اینو که ما میدونیم، اینو که گفتیم دیگه، شما چرا تکرار میکنی؟ من میگم اینو گفتیم، اینو انجام دادیم، باور من اینه. شما بیا بگو باور چیه. شما بگو مردم کنسرت گوگوش نرین، کنسرت این آقا رو برین که با لنگ و قدیفه میاد. چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا get to the point؟ آمریکایی دیدی میگه get to the point. الان مشتری بعدی وایساده میخوام برم، الحمدلله ما که مشتری نداریم ولی کلا میگه بله. یعنی اگر راهکار اجرایی باشه مردم عمل میکنن؟ البته نه. تنها نسخه پیچیدن باشه و خود عمل نکنیم، چیزی که شوربختان اپوزیسیون نمای امروزی هر روزی تزی بی اساس میدهن و خود آری از عمل. آری رو باید با عین بنویسی، ولی وقتی فارسی می‌نویسی میدونم اینجوری میشه. آری از عمل یعنی عمل نمی‌کنه. آقا هر کسی به من میگه آقا شما که ایراد میگیری از دیگران راه چاره بده، میگم من راه چاره دارم، اینجا بنویس که بعد از اینکه سوربی گفت من اجرا میکنم. میگه چیه؟ میگم اول بنویس. میگه خب باید بدونم. میگم آقا بلند شو برو ایران، همون کاری که خمینی و دوستاش کردن رفتن ایران تا پیروز شد، بلند شو برو ایران. چون اگه خواستی بری ایران دو نوع میری ایران، یا مثل این کامران قادری بیچاره بحران زده میری ایران زندان میفتی، یا درست حسابی فکر میکنی که من چه کار کنم، یا مثل اون آقای مال نمیدونم چیه ایران فلان بلند شد رو یکی هم به کشتن داد اومد، حالا داره برای خود شراب میفروشه و رستوران یونانی داره و هر شب هم هر روز هم نمیدونم اونجا خوش. اسمش چیه؟ خدا خیلی مشکل، خیلی عزیز. خب فرخ جان شما اشکالت اینه که میپری از این به اون. نو کن وی استارت، من نوشتم که ما میتونیم دو شروع کنیم به جای سه، ایشون نوشته نو. حالا من ننوشتم که مثلا دو یو مایند، وقتی می‌نویسی دو یو مایند دیدی میگن که اشکالی نداره من اینجا بشینم. میگه بله یعنی اشکال داره، بعد یعنی منظورش حالی که بفرما بشینی. این بعضی وقتا دو تا منفی که میگیم معنی یس میده، منفی در منفی میشه مثبت دیگه. اینم حالا همینه، من نمیدونم. Then we will do it some other time. Sorry ببخشید. بله این ماجرای نمیدونم، من یه زنگی ساعت دو میزنم anyway 13 دقیقه دیگه به ایشون، چون ایشون هم یکی از اونایی بوده که فعال بوده ایران. من بارها شنیده بودم که آقا فعالین رو یا به اصطلاح میگیرن زندان میندازن و بعد عوضشون میکنن هرجوری که میخوان، یا اینکه میفرستنشون خارج، کمکشون میکنن که بیان خارج و از شهرشون راحت بشن. بعد میبینم اینا واقعا راست میگن. اول باور نمیکردم، ولی میبینم الان اینجوری. آقا شمایی که میتونستی 200 نفر رو جمع کنی، الان میای میشینی تو تلویزیون بغل دست اون آقای کوروش عرفانی. آخه چی بابا 6 ماه بعد 180 روز ددلاین بذارید، اولتیماتوم نه چی بهش میگن، وقتی یه چیزی رو میگی مثلا تا پس فردا، مهلت برای خودتون بذارید، بگید آقا من 6 ماه اینجا وای میسم، این حزب رو باز میکنم، مرامناممون اینه، اساسناممون اینه، منشورمون اینه، هدفمونم که همون اول گفتیم، ابزارمونم اینه، وسیلهمونم اینه، دنبال آدم میگردیم. بعد به خودت میگی اگه 300 نفر اومدن من وای میسم، اگه شد 299 تا من میگم آقا به هدف نرسیدیم، خداحافظ، میرم دنبال کارم. ولی شما دنبال کارت نمیری، شما دوباره میای عوض کن. خب اگر نتونستیم با بنزین بانک صادرات آتیش بزنیم، حالا بریم میخ بریزیم تو خیابونا. آخه آقا اونی که آخونده با هلیکوپتر میبرنش اینور اونور، این میخاره که میریزی تو خیابون، بدبخت کارگر و مسافرکش که میخواد بره نمیدونم
یه لقمه نون در بیاره خرج زندگیشو بده، شما میای ماشینش هم پنچر میکنی. اشکال داریم. برای چی؟ برای که اونی که میخواد برنامه بریزه خودش میشینه با یک کسی دیگه دو تا موافق، این میگه به به، اون میگه چه چه، این میگه به به، اون میگه چه چه. بعد شما اون وسط نشستی میگی نکنه اینا واقعا یک چیزی میدونن که من نمیدونم. برگردیم به این 24م. 24م به اصطلاح تجمع بزرگی اینجا بود و آمدن صحبت کردن و تظاهرات هم انجام دادن. از اون برم کانتر پروتست یعنی ضد تظاهر کنندگان اومدن، اونا گفتن که ما اسلحه باید داشته باشیم فلان اینها. من نشنیدم که اتفاق بدی افتاده باشه، دعوایی چیز شده باشه و به سلامتی برگشتن رفتن. حالا باید ببینیم. جالب اینه که 3 تا 4 تا دانش آموزی که تا چند روز پیش اصلا هیچ کاری به هرت و پرت دنیا و سیاست نداشتن تا دوستاشون کشته شدن، آمدن یه جنبشی را انداختن، No more killing، نمیدونم حالا شعاراشون رو میبینید رو چیز، و این یه دفعه 500,000 نفر آورده اینجا. وقت شما یه نفر رفته آخر شب یه عکسی چسبنده اونجا نوشته درود بر رضا شاه، شما میگی آقا ایران آزاد. آقا اگه آزاد شد شما اولین نفری هستی که داری خیانت میکنی. خب پوش برو دیگه، مگر این همه نیومدن عکس رضا شاه رو زدن، این همه عکس آقای رجبی رو زدن؟ بلند شیم بریم. دروغ میگین و دروغم آقای زهرابی جواب همونو داد، دروغ شیرینه، بی خود نیست میگن حقیقت تلخه، دروغ شیرینه. اینم از کاش فیسبوک اینو بخونه و به دایی و میبودی بگه باید نظرات اون مرتکه مزدور بقیه تر از سید علی گدا دایی و میبودی را امروز گوش میکردی. جاکش میگه همه اپوزیسیون باید جنگ ها را با هم کنار بگذارن و پشت آمریکا وایسن که رژیم ساقط بشه. عزیز من آقای مجید خان، شما فکر میکنی میبودی کیه؟ فکر میکنی دایی کیه؟ اولا حسن دایی الاسلام مجاهده، کسی که دروغ بگه بگه من مجاهد نیستم، کسی که هنوز برادرش توی مجاهده هست، کسی که اینجا که میومد تو اون کافه‌ای که بود و زندگی میکرد همش مجاهده دور برشن و خرجش میدن و اینها. ببینید این میشه مثل همون سازمان مجاهدین که به اسامی شرکت‌های مختلف سازمان‌های دیگه میاد تظاهرات میذاره. اگر تصادفاً 4 نفر را هم گول زده باشن، این 4 نفر اون روز میفهمن دفعه دیگه نمیاد. حالا بذار میبودی هم، بابا میبودی اونجایی که گفت اگه احمدی نژاد بشه رئیس جمهور من از رادیو تلویزیون میرم بیرون و نرفت، به همه گفته که این دروغگوه. وقتی یه نفر میاد جلو دوربین ثابت میکنه که دروغگوه، دیگه شما انتظار چی داری ازش؟ آقای میبودی خیلی هم به من لطف داره، هر وقتم تلفن میزنیم سلام علیک میکنه، خیلی به من میگه پرشور هیجانی، حقیقت رو میگی، فلان میگی اینها. ولی این بنده خداها این تو رژیم شاه شده، اینها مجیز میگفتن، اینا مجیزگویان رژیم بودن. یا اون مثلا آقای مسعود سعد یه شاعری، آقای شعر حالا شما اینقدر شعر گفتی چی؟ این بدبخت ها دیگه موندن تو اون، نمیتونن عوض بشن. شما هم خودت اذیت نکن، شما که هنرمندی تار و تنبور میزنی و پرکاشن میزنی اینا، ول کن اینا رو. آقای دایی چی میگه؟ آقای دایی اومد یه مدتی این در افتاد با نیاک، حالا نیاک از بین رفت، آقای دایی یا شما باعث شدین نیاک بیشتر بتونه پول جمع کنه. اینا بابا کارشون خرابه. بعد حالا بریم پشت آمریکا وایس، انگار آمریکا که میخواد حمله کنه مثل جنگ جهانی دوم، میگه بیان یه پتو بندازین اینجا، یه تفنگ هم میدیم دستتون. اون یه پسر 18 ساله از لاس وگاس نشسته این جویستیک که بچگی بازی میکرده، الان نشسته اینجوری میکنه، هواپیما میبینه شلوغه تق میزنه. حالا نمیفهمه مثلا اینا روسری پوشیدن، این بدبختا عروسیشون هم روسری میپوشن، میزنه یه دفعه 170 نفر میکشه. بعد حالا آقای میبودی میخواد بره پشت سر اونا. آقای میبودی شما که میگی اپوزیسیون، منظورت کیه؟ کدوم اپوزیسیون؟ آقا رضا میخواد بره پشت سر اونا؟ خب بگید، نام ببرید. مجاهدین میخوان برن پشت سر اونا. بله، تنها کسی که ممکنه بره به اصطلاح به عنوان یک ارتش اجاره‌ای کار کنه برای آمریکا، مجاهدین هستن. حالا آمریکا میگه ما باید خیلی احمق باشیم که اینایی که
هی مثل برق متناوب عوض میشن. یه روز میگن آمریکایی‌ها رو باید بکشیم، یه روز میگن نباید بکشیم، یه روز میگه صدام حسین خوبه، یه روز میگه بده، یه روز میگه سعودی خوب. اینا میگه آقا مگه ما دیوونه هستیم؟ بعد سرباز 60 ساله درد کمر و مفاصل و بواسیر رو نمیدونه اگه عینکشو گم کنه مثل من دیگه خونه‌ش هم بلد نیست پیدا کنه، اینا رو برای چی میخوان؟ ببخشید اونجا وقتا میگفتن شیاف، همینجا شافت میگن، شافت میگن، چی میگن؟ آخه اینا رو میخوان شیاف کنن به خودشون، اینا رو میخوان بفرستن باخار سربازا، یه مش بچه سفید پوست رو نمیدونم جوون اینا که تو سازمان مجاهدین میگو اصلا از بس اینا رو تو فشار نگه داشتن یه سری مسئله جنسی و این چیزا پیدا کردن. خب آقای مجاهدین پشت برو، حالا آقای دایی شما میری با آقای ترامپ؟ اگه میری برو فعلا کمکش کن از این چاه مسترایی که افتاده توش بیاد بیرون، چاه مسترایی که میگه زنش وقتی که حامله بوده بچه زایده بعد اومده با اون پورنستار و با اون پلی میت ماها رابطه داشته، بعد خانمه میگه که اصلا این وقتی ما رو میبرده تو خونش میگفته که اون ملانیا نمیدونم چی تو اون اتاق برای خودش زندگی میکنه، گفته ما جدا هستیم. بعد حالا همه میپرسیدن که چرا این زنه چیزی نمیگه، یکی گفت آقا ببینین قراردادش چیه، اینجا تو آمریکا همین آقای نوت گینگریچ همین آقای نوت گینگریچ سخنگوی دولت آمریکا که گندش بالا اومد به زنش نوشته بود که اوپن ماریج یعنی تو برو برای خودت هر کاری میخوای بکنی، اینم برای خودش. صد رحمت به اون زنه گفته بود که من همچین کاری نمیکنم و ول کرد رفت. این آقا رفت سکرترش رو گرفت. خب حالا میخوان شما چیکار کنی آقای دایی؟ خونه تگزاسه، کجا میخوای ول کنی بلند شی بری پشت اینا بری به ایران حمله کنی؟ چیکار میکنه؟ شما رو سوار هواپیما میکنن از اون بالا میندازن پایین رو سر یه آخوندی؟ ولشون کن بیخیال. بله آقای سوربی، لطفا کلاس آموزش کامنت های مؤدبانه و انتقاد گرایانه را باز بفرمایید. شاید در سال جدید 1397 به پیشرفت برسیم. نه دیگه، صادق هدایت که گفته فوش خوبه، بذار این کامنت ها و اینا هم یک کمی آبدار باشه. خب دوستان عزیز، صمد آقای خودمون، این آدم نجیب و بچه روستا عاشق دل باخته لیلا، اینایی که تو لس آنجلس هی نشستن گفتن این تلویزیون من و تو پولشو آخوندا میدن، دیدید آقای پرویز صیادم سر از تلویزیون من و تو در آورد؟ البته اون حسن اعتماد که اصلا شروع این تلویزیون توسط اون بوده، CIA و پنتاگون بهشون پول دادن و اینم رفته هرچی فامیلای خودش بوده، اول دوتا بچه خودش مثل که دخترش رو پسر خودش آورد، بعد اینقدر پس فطرت الان که دختر و پسرش اونجا کار میکنن ولی چون اینو به هر دلیلی بیرون انداختن میگه اونا نمیتونن بگن ولی من بهتون میگم. برید نگاه کنید، امید دانا این ویدیو رو باز کرده و حرفای اینو نشون میده، البته خودش حرف زده بود که میگه اصلا این بودجهش مال CIA. خب حتما آقای پرویز صیادم وقتی دیده بودجهش مال CIA، بعد دقت کنید پرویز صیاد دو تا سمک هم تو گوشش گذاشته، آقا حالا دیگه این صمد هم شما ول کن، والا الان صمد آقای ده از شمایی که تو لس آنجلسی بهتر میفهمه، بیشتر میفهمه. آقای پرویز صیاد ول کن بابا، دیگه 50 سال پیش هنرپیشه بودید، برید خوش باشید، بازنشستگی از اینجا دارید میگیرید، احتمالا خونمونه ای هم تو ایران دارید چیز میکنید. بله پشت سر آمریکا واقعا وقاحت هم اندازه ای داره، کردها یک تنه در برابر داعش ایستادگی کردن و نابودش کردن و همیشه به به چه چه آمریکا به راه بود، اما چرا در قبال جنایتی که در افراین داره انجام میگیره خفه شده؟ چرا مردم ایران دنبال این قمپوزیشن ها افتادن و چشم باز نمی کنن که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من؟ آقای مرادی یه اشتباه لپی انجام دادی، شما گفتی چرا مردم ایران پشت سر قمپوزیشن؟ آقا کدوم قمپوزیشن، کدوم اپوزیشن، کدوم مردمی دنبال اینا هستن؟ اگه مردم دنبال اینا هستن 13 به در هیچ، 14 هم هیچ، چند شنبه میشه؟
یه روزی تمام این کمپوزیسیونی که آقای دایی فراخوان داده و آقای معبودی هم پرچم این جنبش گرفته دستش، بگه آقا فلان روز همه تون بیاین تو خیابون و ببینیم چند نفر میاد. چرا خودتون اذیت میکنید؟ شما از این وری بهشون حرف بزنید، بگید فکر خوبیه، تماس بگیر آقای مجید بهش بگو که فکر خوبیه، منم اپوزیسیون های آلمان رو جمع کردم، فقط شما بگید چه روزی همه این اپوزیسیون ها مردم رو میارن تو خیابون و ببینیم اگه نیمدن دیگه گورمون رو گم کنیم بریم دنبال کارمون. ولی یادتون باشه دولت ایران به شدت وضعش خرابه، یعنی حتی دستندرکاران دولت هم خودشون اذعان دارن که نه فقط آمریکا ممکنه حمله کنه، خود دولت به خاطر اینجا کراپشن فساد و عدم مدیریت ممکنه فرو بریزه. بذارید من ببینم این دوستمون رو میتونم تماس بگیرم، چون اینا خیلی کوتاه می‌نویسن، من متوجه نمیشم وقتی به این کوتاهی می‌نویسن منظورشون yes thank you no thank you هست یا برای یه روز دیگه بذارید. ما ایشون گفته نه ولی هست رو فیسبوک، حالا اگرم بیزی باشن که بفرمایید. سلام، سوربی هستم آقای حسانلو، ببخشید ما صدا قطع وصل میشه عزیزم. با تلفن دستی هستی؟ بله بله با تلفن دستی هستم. بیرون هستی شما یا حالا همین جوری هم بله بله دونه هم شما نوشته بودید که میتونین دو بیان، چون جفتمون شرق آمریکاییم دیگه، برای همین نوشتم نه. آها خب پس هیچی، من چون متوجه نشدم به دوستان گفتم بذارید تماس بگیرید یه وقت دیگه. بازم ازتون معذرت میخوام، بازم ممنونم که این شرایط ما رو میفهمید. خواهش میکنم. نه اونجا چون نوشتم جوابتون. بله 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 فهمید. مرسی عزیزم، یه وقت دیگه با شما صحبت میکنم. باشه، خدا نگهدار. آقا مواظب خودت باش، خدا نگهدار. متشکرم، شما همینجور به سلامت. خیلی ممنون، سال نوتم مبارک. قربانت، تشکر. خدا حافظ. ببخشید. بله ایشون، من نوشته بودم که به جای سه میتونیم دو انجام بدیم، ایشون یک کلمه نوشته بود نو. درست هم هست، نه نمیتونیم. ولی من گفتم که مثلا فکر نکنه من پرسیده باشم اشکالی داره که به جای سه دو برنامه بذاریم، ایشون گفته نه، یعنی اشکالی نداره. در صورت من یکم دارم خرف میشم. با کلمات فاخر و ادبیات پرتمطراق میشه مزدور ترامپ و پوتین بود و با فحش به قدرها و جنایتکاران جاکش دوز مبارزه کرد. برای همین میگم کمپوزیسیون، اونو مجید گفته بود، برای همین میگم کمپوزیسیون، چون بیشتر طرفدارهاشون شیرهای مجازی هستند و در واقعیت هیچی نیستن. نیستن اصلا آقا، نیستن. طرف نوشته بود که ما این جنبشایی که در صفحه های آقای قائم مقامی میگفت، آقای قائم مقامی تو رو خدا یه روز به صدای خودت گوش بده اصلا دیگه بابا. این حنجرت چند ساله داری حرف میزنی و شما حرف نمیزنی، شما فریاد میزنی. اینا آقا پاره شده، برو دنبال کارت، زندگیت. آمده با یه آقای مصاحبه میکنه، میگه شما چی کار میکنی؟ میگه ما 6 ساله این جنبش راه انداخت. اوکی، 6 ساله راه انداختی، به کجا رسیدی؟ هدفت چی بوده؟ پلنت چی؟ برنامه چی بوده؟ از A به Z، حالا H هستی، F هستی، D هستی، C هستی، کجا هستی؟ از الف تا ی به کجا رسیدی؟ بله بله، آفرین بر شما، آفرین بر شما. بله من میبینم حضور شما رو در صفحه های مجازی. آقا اسم خوبی ما ایرانی ها برای این سایبر اسپیس گذاشتیم، مجازی یعنی دروغی، درسته؟ چرا تو فیزیک میگفت شما اون تصویری که تو آینه میبینی مجازیه، دروغه، نمیتونه کاری انجام بده. در هر صورت کارمون خیلی خراب. من اطمینان ندارم که این ویدیو ساختگیست یا حقیقی. من هنوز میخوام ویدیوی اون آخوندی رو بهتون نشون بدم که ببینید اونا تو ایران چی میگن، اون وقت من و شما و کمپوزیسیون عقب افتاده اینجا چی میگیم. بیان اینو براتون بیارم روی کامرای 3 و اینم طبق معمول این آخونده هم دوربینشو عمودی گرفته، اب نداره آخونده دیگه، نفهم ما میبخشیمش. ولی حالا گوش بدید ببینید این نفهمه چی میگه.
من و شما که ادعای فهم و شعور و مبارزه میکنیم داریم چه کار میکنیم؟ بشنوید. طبق روایت امر به معروف بی درد سر الان باب شده. وقتی میگیم امر به معروف همه ذهناشون میره این که برن به دختر گیر بدن، برن به بلحجاب گیر بدن. هیچ که به این فکر نمیفته برن به اون فرماندار دوز گیر بدن. حزب الله یا فکرشون نمیفته برن به اون قاضی کثیف گیر بدن و امر به معروفش کنن. حزب الله فکرش نمیفته بره به اون امام جمعه پارادو سوار ماشین 100 میلیونی سوار گیر بده امر به معروفش کنه. امر به معروف بی درد سر یعنی سیلی تو گوش یک شهروند بزنی، اونم قدرت دفاع و مقابله نداشته باشه. اما اگر وجود داری برید مسئولینتون رو امر به معروف کنید که گن زدن بدین دنیای مردم، هم دین مردم رو خراب کردن، هم دنیای مردم رو به اسم اسلام و به نام اسلام. حالا ما یه حرفا رو میزنیم شدیم ضد انقلاب، ما یه حرفا رو میزنیم شدیم تشویش اذهان عمومی. یعنی حق ماست به ما بگن که آقا تشویش اذهان عمومی کنید. من تشویش اذهان عمومی میکنم که آقایانی که حکم میدن به نام اسلام میگن کسی که نمیدونم مخالف نظام باشه اون محارب است و حکمش اعدامه. من دارم تشویق به قتل میکنم یا اون ابلهانی که از دین هیچ سر رشته ای ندارن اما دارن آبروی دین رو میبرن. حالا من باید جرمم باشد تشویش اذهان عمومی و انتقاد از مسئولینی بشه جرمم؟ تاوار بازداشت داشته باشم مثلا؟ چجور میخواید به دین لطمه بزنید که نزدید؟ چجور میخواید اونقدری که اسلام عزیز تو جمهوری اسلامی توسط برخی از این مسئولین ضربه خورد و آبروش رفت در زمان پهلوی نرفت؟ خب من این آقا رو نمیشناسم، ولی شما اگه قیافش رو نگاه کنید خیلی جوونه، اینم یه کم به نظر مسن میرسه به خاطر ریش و سیبیل. ریش و سیبیلش رو بزنی فکر کنم 22 24 25 بیشتر نباشه. حالا اینا چه کار میکنن؟ یه آقای دیگه هم بود یه مدتی آمد و معروف شد و رفت. اینا میان یه فریادی میزنن که آقا پای این سفره که ما نشستیم ما هم حقمونو میخوام، یا بهشون حقشونو میدن یا هی بیشتر میگه و بعدم راهی میشه میاد میشه آقای کدیور، میاد اینجا، تا اینجا میاد میشن استاد دانشگاه. یعنی ما فقط آقای فرخ زیبارو چیه این آقای عباس فخرآور ایشون رو نداریم که شده بابا تکنسیان رادیولوژی درسش تموم نکرده به قول خودش گرفتنش، یعنی فوق دیپلم نداره، اومده اینجا میگه من استاد دانشگاه هستم. گفت آقا لاف در قربت. این آقام فردا میاد اینجا احتمالا یا تو ایران یه چیزی بهش میدن صداش میبندن میکنن شهردار یه جایی امام جمعه یه ده کوچولویی صداشو میبندن، یا اینکه میگن آقا بی برو. با همون آقای منصور حسانی که من میخوام صحبت کنم میخوام بگم آقای منصور حسانی شما یه کارگر فعال بودی، آوردن تو آمریکا اومدن یا فرستادنت یا شوتت کردن تو آمریکا، اینجا چه کار میکنی؟ از خودت آخر شب که میخوای بخوابی بپرس امروز چه کار کردی به جز اینکه یه وقتی گذراندی با یه تلویزیونی. حالا احتمالاً شما ممکنه یه دلیلی هم شده باشه اونا بتونن از مردم پولی هم بگیرن که احتیاج ندارن، اون تلویزیون دیدار هم بهتون گفتم پولش از کجا میاد، ولی شما نرفتی ازشون سوال کنی که اون آقای فرهاد پارسی که هم این تلویزیون رو می‌خواست بخره، هم تلویزیون آقای شایان کاویانی رو می‌خواست بخره، هم تلویزیون آپادانا رو می‌خواست بخره، نه که تلویزیون رو بخره. وقتی پولت بدن شما چیز باشه انگار تلویزیون خریده. به من میگی که میخوای با اینا کار کنی، گفتم من تلویزیون خودم رو دارم و برنامه رو میتونی شما هر جا میخوای بذاری. با آقای کوروش عرفانی، کوروش عرفانی الان چند ساله از تلویزیون اندیشه تلویزیونای دیگه چی کار کرده به کجا رسیده؟ ما حداقل اینجا ادعایی نداریم که نه جنبشی داریم نه حرکتی داریم، داریم سرمون انداختیم زیر برای خودمون میان درباره مسائل نه اتفاقات روز مثل توی مهمونی آقا شنیدی بیت کوین رفت بالا، آقا شنیدی بیت کوین اومد پایین، آقا شنیدی استاک مارکت رفت بالا، آقا شنیدی استاک مارکت اومد پایین، آقا فهمیدی فرودگاه چطور شد،
آقا صحبت از فرودگاه شد، شما هم حتما رفتین تو فرودگاه، بعضی وقتا یه چیزایی روی این تسمه های به اصطلاح بلت اینجا میگن، روی این چیزایی که مال ساک و اینها هست یه بحثه های میاد میبینید بزرگه، اینا مثلا بعضی هاش پایه های دوربینه، بعضی هاش اسکی داخلشه، بعد یه چیزای خیلی قشنگ براش درست کردن، پلاستیکایی که بعضی از اینا حتی مثل دستگاهی هست که باهاش چیز میکنن، این مهندس های ساختمون وای میسن اینجا اون اینجوری میکنه، اینها وقتا اشاره میکردن، الان دیگه با چیز با هم صحبت میکنن. اینا برای که ضربه نخوره توی یه باکس یک سرش بسته میشه، وادر پروف، سیل شده، و اینا رو میدی اون قسمتی که بهش میگن لارج پارسل، یعنی چیزایی که بزرگتره یا مثلا چندون اینا نیست. ولی تنها چیزی رو که من دیدم اینجا مال ایران و البته این نوشته LAD، نه این مال ایرانه. بله ببینید که این آقا چی استفاده کرده برای اینکه وسایلش رو حمل کنه به وسیله هواپیما، و اینجا با هم ببینیم که یک چیزی هم باشه، تنوعی هم باشه. این از این صدا هم مهم نیست، صدای این تسمه هاست که میاد. آمد تماشا کنید با دقت این بسته بزرگ ساخت کدوم کارخونه است و چه چیزی داخلشه. ببین قشنگ با پرچم سبز و سفید قرمز هم دورشو بسته، اینا یکی دیگه از چیزای بی احترامی به پرچم. اوکی این سطل نه، حقیقتا این بشکه های زباله هست، این آقا لابد میخواد بره اسکی چیزی بسته گذاشته توی، و من نمیدونم اون هواپیمایی که اینو قبول کرده. حالا لابد از فردا ما وقتی یه چیزی بزرگی میگیم آقا نمیخواد بری جعبه بخری، جعبه میگه 200 دلار، اینا رو میگه 30 دلار میتونی بخری، یا زنگ بزن به آشغالی سر خیابونتون بگو که ما باکسم چیمون شکسته، تراشکنمون شکسته، براتون یه دونه میاره نصف شب میندازه اینجا و میره. خب اینم از این. یه ویدیوی دیگه ببینم براتون چی دارم، چی گذاشتم. آها راجع به ولایت فقیه خود آخوندا خیلی صحبت و اختلاف نظر داشتن. حالا این شما ببینید که بعض وقتا این ویدیوهای قدیمی یه چیزایی رو میگن که قابل شنیدنه و قابل تأمل به قول این دوستمون. مسئله ولایت فقیه را که مطرح کردید اینم از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه در کشورهایی که یعنی در یک کشور اسلامی، در کشورهای اسلامی و بالاخره در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوژ است، نه نقش یک حاکم. ایدئولوژ وقتی که مردم اون ایدئولوژی رو پذیرفتند قهرن برای ایدئولوژ هم یک نقشی قائل هستند، یعنی اوست که نظارت می کند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا درست اجرا نمی شود. آیا این شخص که می خواد به عنوان مجری قانون و میخواد در کادر این اصول این ایدئولوژی حرکت بکند که میخواد رئیس دولت بشود، آیا صلاحیت چنین کاری را از نظر اون ایدئولوژی، از اون نظر خاص، آیا دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا خود فقیه را مردم انتخاب میکنند، این که خودش این دموکراسی است.
فقیه را، مرجع را کی انتخاب میکنه؟ کی انتصاب میکنه؟ اگر یک امر انتصابی میبود، مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش تعیین شده بود و او به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود، ممکن بود اینجا بگیم که این برخلاف اصول دموکراسی است، نظیر سلطنت موروثی می شود. ولی فقیه را برخلاف سلطان، برخلاف شاه، خود مردم انتخاب می کنند. رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب می کنند. مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنند. و بنابراین این چه منافاتی داره با اصول دموکراسی؟ هیچ منافاتی نداره. و چه تناقضی؟ شاید یکی از دلایلی که این متعریه دیگه، شاید یکی از دلایلی که این یه دفعه سر به نیست شد همین بود که چیزی گفته بود که با کاری که اونا انجام داده بودن 180 درجه تفاوت داشت. در صورت بعضی وقتا گشت و گذاری در این ویدیوهای کهنه، نوارای کهنه و قدیمی میزنید، چیز جالبی گیر میاد، برای ما هم بفرستید، ما هم پخش میکنیم. و اما بریم سراغ اندی. اندی تو برنامه های سال نو یکی دو جا دیدم از ویدیوهاش استفاده کردن و اون آهنگ میخوام برم به ایران رو اجرا کرد، خیلی قشنگ. اندی الان در حال تور 2018 است. البته فرصت نشد با فرخ صحبت کنیم بگیم آقای فرخ با اندی چه کار کنیم. اندی که ارمنستان میره کمک میکنه، اندی که اینجا کمک میکنه، اندی که من تا اونجایی که باش آشنا هستم خیلی انسان شریفی، آدم پاکی هم هست، با چه کار کنم؟ آگهیش قبول نکنم بگم آقا چرا جنبش را نمیندازی؟ ببینیم با هم اندی رو برگرد. بزرگترین و باشکوه‌ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بی‌قرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنایی بی‌قرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه‌های بین‌المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بزرگترین و باشکوه‌ترین تور نوروزی هزار. ببخشید دوستان، اجازه بدید من این پلیر 5 رو برای شما نشون کنم بدون موزیک. اگه خواستید ماشین بخرید یا ماشین بفروشید، چه توی این منطقه چه جاهای دیگه، با دوستانمون در این والنتاین موتورز تماس بگیرید. آقای بیژن جعفری، آقای بابک، آقای الکس، اینها بهتون کمک میکنن. و اما این ماجرای 13 به در که نزدیک میشه، برنامه های مختلفی در شهر هست، شما هم هر چی زودتر تصمیم بگیرید، هم میتونید با دوستانتون ببینید کجا میرید، هم این که به اصطلاح بلیط‌ها رو ارزونتر بخرید. و اما یک برنامه هم هست، اجازه بدید من اینو بخونم براتون، ماجرای خرید، فروش و معاوضه اتومبیل والنتاین در خدمت شما. تماس از شما، خدمت از ما. شماره تلفن 301-735-75-53. من میگم یه چند تا تجربه و برخورد و یکی دو تا معامله ماشین هم خریدم و فروختم، ببخشید، به اینها تجربه خوبی دارم از والنتاین. یعنی خیلی رک و راست باهات صحبت میکنن، دیگه حوصله بازی و در پیچ و خم تعارف و اینها نیست، ندارن. و اما بذارید من این آگهی آقای تبریزی هم
دیشب متاسفانه من کار میکردم نتونستم برم اونجا. شما رفتید یا نه؟ 25 تا 26 چگونه بود این برنامه God's Grace؟ و حالا Persian Parade، این پرید و راه پیمایی و اینها توی ایران من نمیدونم بهش چی میگفتیم، به پرید چی میگن. در صورت اینه، عکسش اینجا بهتون نشون میدم، باید خیلی چیزها رو یاد بگیریم، داخل فرهنگمون بکنیم و بریم. باز یکی دیگه هم اینجا بهتون نشون بدم که این 4x3 کوچولوتر، یعنی به اصطلاح نصف کاغذ رو بهتون نشون میدم ولی تصویر بزرگتر میشه، یا آی هوپ سو که بزرگتر بشه. بله شد. این دو کاروان رقص و طرب نوروزی 15 آپریل 2018، 15 آپریل توی آمریکا روزیه که شما باید برگه های مالیاتیت رو بفرسی. بعضی وقتا این چون میفته شنبه یا یه شنبه، میگن خب برو خوش باش دوشنبه، و باورتون نمیشه ملت وای میسن دوشنبه ساعت 11:59 شب میرن تو صف پستخونه. البته این روزا خیلی آسون شده با اینترنت و اینا، این کارا رو انجام میدن تا برگه های مالیاتیشون رو خودشون دو دستی ببرن تقدیم کنن. کجا؟ تو کشوری که رئیس جمهورش تا حالا 10 بار گفته من برگه های مالیاتیمو میارم نشون میدم و دروغ گفته و نیومده نشون بده و هنوز هم به اصطلاح دنبال برگه های مالیاتیش هستن. چون اگر برگه های مالیاتیشو بیاره، اون وقت گند اون کسافتکاری هایی که با بانک های مختلف دنیا مخصوصا روسیه انجام داده میاد بالا و آشکار میشه. پس با شرکت در جشن نوروز و حضور پرشور و شاد در رژه نوروزی نیویورک، به قدرت، شکوه و اعتبار جامعه ایرانی آمریکایی بیفزایید. تیچر یونیورسیتی مقدمتان را گرامی می‌دارد. دیپارچر یعنی از اینجا وقتی میرن ساعت 6 صبح، از اونجا 6 عصر بر میگردن. 4 ساعت میخونین و میرخسین و جوک میگین، میرین اونجا راهپیمایی و انشالله هوا هم خوبه و نهاری هم زور میخورید و برمیگردید 6 شب توی اتوبوس میشینید. و اونایی که دوست دارن زود بخوابن چرت میزنن تا اینجا، اگه دیگرون بذارن نمیذارن. بعد نوشته که میخونن دوباره تا 10 شب میرسن اینجا، بعد میرن خونه. فکر کنم 18 میشه 15 میشه یک شنبه. یک سفر به یاد ماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان. بلیت این سفرها $26 از هر طرف. به نظر من اینا باید یه تخفیف بدن، بگن 26 طرف $6 از یک طرف، مثلا $48 $50 از دو طرف. و محلش هم نوشته جاینت مکلین 1454 چین بریج رود مکلین ویرجینیا. بعد نوشتن که مریلند هم از دورسا، که فکر کنم یا موب فروشیه یا شیرینی فروشیه، بالاخره اونجا. شماره تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر آقای مهدی تبریزی مهدیزاده 202-680-04-56. من خیلی دلم میخواد برم، چون تا حالا چند بار رفتم حتی برای فیلم برداری و اینها، ولی نمیدونم که برنامه‌ام چگونه خواهد بود و بشه بریم یا نه. دوستان، آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام حملات سایبری، حملات سایبری یعنی حملات اینترنتی و اینها. بذارید ببینم اینو سم گذاشته بود، ببینیم که نوشتم سم و بله. اینم باید برای خودم بفرستم که توی به اصطلاح پیام ها باشه، ببینیم که این چی میگه. و میدونید که آمریکا یه سری از افراد روسیه را هم گفت که اینا 11 تا یا 13 تا گفت که اینا دخالت کردن توی کارهای انتخابات و دخل و تصرف و فلان اینها. حالا موقع ایرانه. میدونید اینا وقتی میخوان به یه جای حمله کنن یه برنامه آماده سازی دارن.
حالا این چقدرش راست، چقدرش دروغ، چقدرش به اصطلاح دسیسه باشه من نمیدونم. و کسی در باره این موضوع میخواد صحبت کنه مهمان ما باشه، تماس بگیره با شماره تلفن 202-695-2573 پیام بذاره بگه. و یه چیز دیگه که هست، گاه گاهی آمریکا این کار میکنه که بتونه افراد آمریکایی رو که ایران این ور اون ور گرفته و نگه داشته و اینها، اونا رو به اصطلاح معامله کنن. آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد. دولت آمریکا روز جمعه 3 فروردین یک مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین المللی مورد تحریم قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا این نهاد و 10 ایرانی را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی معادل 3 میلیارد و 400 دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده است. معاون دادستان کل آمریکا اضافه کرد این متهمان اکنون فراری و تحت تعقیب هستند. وی همچنین هشدار داد که اگر این افراد به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان با استرداد روبرو خواهند شد. احتمالاً جایزه‌ای هم گذاشته، اگه شما اینا رو میشناسین، دوستانتون هستن، اومدن توی خونتون به اصطلاح بس نشستن، تحویلشون بدین و پول خوبی هم دریافت کنید. اسامیشون و شکلشون و اینا اینجا گفته 10 تا، ولی اینجا 5 تا، این 4 تا، این پایین میشه 9 تا. اینم از این ماجرا. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. یادتونه که یه عکسی من دیدم که آقای شهرام ایران بومی گذاشته. میدونه آقای شهرام ایران بومی یه برنامه داشت 22 درباره ایران و یو اس و به اصطلاح آمریکا و ایران، و ایران چه تأثیرات مثبتی روی آمریکا گذاشته، حتی از اون قانون اساسیش و اینها، که من باور ندارم. با آقای چمن آرام گفتم اینو شما بیا به من نشون بده کجا هست، چجوری تو داست توی هیستوری آف امریکا ما نمیخونیم که یه روزی آقای واشنگتن هم در اون چارتای دیگه نشستن و گفتن که ما بیاریم این استوانه کوروش. کجا گذاشته بودی استوانه کوروش رو؟ گذاشتم تو اون قطعی، گو بیا بازش کنیم ببینیم چی نوشته. آوردن دیدم خط میخیخ میخار اینجوری کردن و خوندنش رو، بعد گفتم به به همین میکنیم قانون اساس. عجب مزخرفاتی ما میگیم و از بس تکرار میکنیم. بهتون گفتم یادتونه یه مدت میگفتن آقا بالای در سازمان ملل نوشته بنی آدم اعضا یک دیگر، ما پیجور شدیم، اصلا همچین چیزی نبود. بعدن رسیدیم به این که یک قالی، این قالی هم همین آخوندا دادن به سازمان ملل، و قالیه تصادفا توی اتاقیه که اولی که میری اونجا پیداست گوشه این قالیه اینو نوشته. حالا ببین ماها آقای زرابی چقدر دروغگو هستیم، چقدر بعد این دروغا رو که میگیم اصلا دیگه طرف تو رادیو میاد میگه آقا دیگه شما دلیل میخوای، برو سازمان ملل اون بالاش رو این سنگا نوشته که بنی آدم اعضای یکدیگرن. ازش سوال کن خود شما رفتی دیدی؟ میگه آقا حالا دیگه شما چرا این حرفا رو میزنی؟ برای که نرفته دروغ میگه. این یه نفر کاپشنی که پوشیده نوشته US Army World Tour. این World Tour میدونی وقتی یه نفر همه دنیا رو میگرده و اینها، میدونسته مثلا سال فلان فلان کشور بودن. برادران امیدوار یادتونه این نوشته که سال 1950 به کره حمله کردن، 54 گواتمالا، 1950 اندونزی، 1959 به کوبا، 1965 به بلژیک کانگو، بعد نوشته که 1961 61 ویتنام، 64 لاوس، 67 دوباره گواتمالا، 69 کمبوجیه، بعد 1980 به ایران. احتمالاً این همون حرکت عراق و با به اصطلاح انگولک اینها نوشته، چون آمریکا مستقیما حمله نکرد. 1981 السالوادور، 81 دوباره نیکاراگوئه، 83 گرنادا، بعد لیبیا، 1986
پاناما، عراق، بوسنیا، سودان و سربیان، افغانستان و 2002-2003 هم عراق. حالا این مال کجاست که اینجوری نوشته؟ احتمالاً این آلمانی، یا چون مثلا عراق رو با کی نوشته، کوبا رو به جای سی با کی نوشته و اینها. این آمریکا، آمریکایی که 250 سال از تاریخ به وجود اومدنش میگذره، به این لیستی که به این بالا بلندی حمله میکنه، حمله کرده، نیرو داره. اینه که ظریف میاد اینجا میگه آقا ما 200 سال به هیچ که حمله نکردیم. و من همیشه دنبال این بودم که حالا بعد قبل از 200 سال به کی حمله کردیم، هنوز پیدا نکردم و چیز نخوندم، به اصطلاح نرفتم تحقیق کنم. و اما یک مؤسسه اینو براتون خوندم، کاروان رقص طرب نوروزی خوندم، عکس آرمی رو همه الان بهتون نشون دادم. بریم یه سر بزنیم به ویدیوها و نوشته‌هایی که دوستان از این ور اونور میفرستن. و یادتونه که آقای بها ابهری گفته بود که این دوستمون میاد حرف میزنه ولی ما نمیتونیم تماس بگیریم. گفتم آقا فعلا ارتباط و تماس شما میتونی برای من بفرستی، من برای ایشون میفرستم. و اون بنده خودم لطف کرد، هر وقت فرستادیم جواب داد. و این گفت و شنودها همینجور ادامه پیدا میکنه. من هم هیچ وقت تجربه نمیگیرم از اشتباه قبلی که مثلا آقای مصطفی زاده با مسئله میزنم، آقای چمنارا یا آقای هر کی، دو نفر اکس با ایگرگ، اینا روز اول مینیسه آقا این اون جوابی که میده سه خطه، این جواب سه خطه این میشه شش خطه، این میشه نه خط. خب منم هی باید این وسط بفرستم برم، بعد هر کدوم از اینا یه ایمیل میگیرم، ولی من مال دوتاشون رو باید بگیرم. یعنی بعد از یه چند روز دیگه میگم آه دیوونه میشم، دیوونه هستم، دیوونه تر میشم، کرکشن. و اما بذارید ببینیم که آقایی که از خلیج فارس برای ما این ویدیو رو فرستاده، آی بیایید که به خانه خدا بی احترامی شد. دیدید هر از مدتی یک گاوی، بزی، شتری از یه جای در میره سلاخونه چیزی و میره تو حرم حضرت رضا، تو کربلا و اینها. بعد بیچاره از دست سلاخونه که با سرعت سرش میبارن، یا احتمالاً بعضی جاها میگن سوزنای بیهسی میزنن قبل شوت میکنن بهشون، اون درسته که سرش میبارن ولی زجرش کمتر از اینه، میفته دست آدمای مذهبی و میگن این معجزه است، پوستشو تیکی تیکی میکنن، موهاشو میکنن، پشمشو میکنن. ببینید چه از زجرآوره. حالا این دوستمون برداشته برای ما اینو فرستاده، با هم نگاه کنیم و آدم دلش هم میسوزه که حالا مثلا دو تا گربه خدا میدونه به خاطر بوی بدن چربی اینا به خاطر چی را افتادن اومدن اینجا توی حرم. و ببینید که این آدمای با ایمان، این مسلمون ها چه کار میکنن. خلاصه این حیوانای بی زبون رو با لگد و اینها من برای دوستم نوشتم که خب اگه اینا به خدا باور داشتن، خدا این دوتا حیوان فرستاده اینجا، و اگر خدا بر هر چیزی عاقل و دانا و توانا هست، خدا میدونسته که اینا میان اینجا دعوا میکنن و فلان اینا. بعد این گفت که آقا اگه اینا عقل داشتن که این کارا رو انجام نمیدادن. در اصل دوتا حیوان رفتن اونجا، اینم ماجرای چیز میگن یه جوکی میگن، یه نفر رفت تو حرم از بس جمعیت زیاد بود و بهش فشار اومد و نتونست به موقع بیاد بیرون، تو خودش ادرار کرد و اومدن یقش گرفتن و فوش فضیحت که چرا اینجا ادرار کردی. گفت آقا من سالها مریض بودم، شاشبند بودم، این معجزه این امام و امامزاده است،
گفت مردم هم شروع کردن همون ادرارش و اینا رو به سر صورت ماریدن و جمع کردن و این آقا شد یکی از اونها. بعض وقتا باید یادتون باشه که چی بگین چه موقع بگین. و اما یک لینک این دوست ما فرستاده، این دوست عزیز و همشهری ما، که به جای اینکه یه تکنیک رو بگیره خودش رو توی اون تکنیک ببره بالا، از 100 تا تکنیک استفاده میکنه، از فیسبوک، از ایمیل، از تلفن، و هم زحمت خودش زیاد میشه هم زحمت ما رو زیاد میکنه. مثلا یه لینک رو میفرسته نصفش قطعه، بروکن لینک، یه چیزی رو میفرسته فقط 4 تا شماره است. در صورت خب لطفشه و هرچه از دوست رسد نیکوست، ولی وبسایت هایی هم که میفرسه، مثلا یکی فکر کنم مال دوچوله است، ولی دوچوله به این تنبلی من ندیدم. نمیدونم اینا وقتی میخوان یه وبسایت رو به ایرانیا بدن، اختصاص بدن، میان اول سرعتش رو کم میکنن، و اگر برای ما که های اسپید هستیم، سرعت زیاد هستیم، این انقدر یواش باز میشه، وای به حال اونایی که توی ایران هستن. حالا من هنوز منتظرم، میام که دارم به شما حرف میزنم، میخوام سرتون گرم بشه تا این صفحه باز بشه. تا این صفحه باز بشه بیام بریم جاهای دیگه و ببینیم که میگه که زنده باد شیرازی ها. خبرای زیادی چپ و راست از شیراز و از ایران میاد که مثلا پیوند کبد یا چیز. من یادمه از قدیم، حتی زمان شاه هم، دکترای شیراز، یکیش همین دکتر پوستچی بود که دو سه هفته پیش بنده خدا فوت شد، و اینایی که توی خلیج بودن، توی اون گرما و بیشتر امراض چشمی و اینها داشتن، می اومدن شیراز هم برای درمان هم برای برن دکتر اینها. و شیراز شنیدم از لحاظ مجتمع پزشکی خیلی جلو هست و خیلی به اصطلاح تحقیقات و این چیزا. حالا ببینیم که این آقا چی میگه. در شیراز پزشکان ایرانی موفق شدند عمل پیوند شبکیه مصنوعی چشم را برای نخستین بار در کشور انجام دهند. عمل پیوند شبکیه مصنوعی چشم در دنیا فقط 2 سال است که اجرا می شود. این دست ها آماده رقم زدن رویدادی بزرگ در علم پزشکی می شوند. این چشم ها هم قرار است پس از 42 سال برای نخستین بار دنیا را ببینند. اولین گام برای پایان دادن به نابینایی مطلق در کشور حالا در شیراز می‌خواهد آزمایش شود. خانمی 42 ساله که نابینایی مطلق است به امید بینا شدن داوطلب این آزمایش بزرگ می‌شود. دکتر فروردین به همراه تیمش با تکنولوژی جدید عمل پیوند شبکه‌ای مصنوعی چشم را انجام می‌دهند. انشاءالله امروز در زمینه چشم پزشکی ما شاهد اولین عمل پیوند شبکه‌ای مصنوعی در کشور عزیزمون خواهیم بود. عمل با بهترین فوق تخصص‌های چشم پزشکی آغاز می‌شود. در این عمل جراحی پیچیده و پیشرفته با قرار دادن دستگاهی کنار چشم بیمار، تصاویر ضبط شده از محیط به وسیله کابلی روی شبکه چشم انتقال داده می شود. بیمار توانایی این رو پیدا می کنه که تا حدودی بتونه تصاویری رو مشاهده بکنه. پس از 6 ساعت این عمل سنگین تمام می شود. خوشبختانه آقای نوروزی هستی هنوز، فامیل شما بودا، این فروردینا هم اگر از این عمل جراحی از اون پیلوردی ها باشه که بعد فامیلشونو کردن پروردین نژاد، اینا هم ممکنه فامیلای نزدیک ما باشن دیگه. از متاسفانه ما 34 سال 30 چند سال اومدیم، 32 سال 33 سال خبر نداریم از فامیل، ولی خب همینه، اون یکی دکتر نوروزی بود، این یکی هم دکتر فروردین. بسیار پیچیده با موفقیت کامل به پایان رسید. لحظه باز شدن چشم بیمار به جهان فرا می رسد. اکنون این عمل با هزینه حدود 700 میلیون تومان در شیراز انجام می شود که قرار است مورد حمایت دولت و خیرین قرار گیرد. با این تکنولوژی چراغ امید در دل بیش از 12,000 نابینا در کشور روشن خواهد شد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. خب حتما آقای دادورم خوشحال میشه از این خبر و خیلی جالبه.
خانومه حالا وقتی چشماش روشن شد میگه خدای شکرت. بابا اگه خدا میتونست کاری بکنه خانم، 40 چند سال خدا خدا کردی، این دکتر و این علم و اینها این کار کرده، اقلا به اینا بگو دکتر خیلی ممنون که خسته نباشی بهشون گفته باشی. به خدا من نمیدونم والا فیلم نفهمی عمودی. آره اینا، نه که من همیشه به این دوستمون میگم اینا چرا فیلم ها رو افقی میگیرن، میگه بفرما. اینم فیلم چرا فیلم ها رو عمودی میگیرن افقی نمیگیرن، میگه بفرما. این یکی هم فیلم افقی گرفته از نفهمی عمودی نفر جلو، با هم ببینید. Maybe you shouldn't look. Oh my God! Aracia and Maria. Oh. Oh no! Oh, oh no! No, no, no! Running! No! The van started to move. The why are these cars stopping? Why are they? The door opens. The child tumbles out. Oh. The minivan keeps right on going. By the way, the little boy, apparently in a daze, tries to follow. The driver behind the van saw all of this happen. Pulled over to snatch up the toddler. What a tough little boy. Listen to this. The kid's okay. Another driver chased down the van, which was driven by the boy's grandfather. He had absolutely no idea that the child had fell out. The grandpa said the van's tailgate lock was damaged in a rear-end accident earlier in the week. میگه که این بچه تو ماشین بابا بزرگش بوده، بعد در باز میشه و میفته، بابا بزرگم نمیفهمه و یه ماشین دیگه رفت دنبالش به اون گفت، بعدم بابا بزرگم اومده گفته که بله این در عقب این ماشین چند مدت پیش توی تصادفی دمیج شده، خراب شده. خب آقا بچه نوت رو میذاری اونجا؟ اینه که اینجا میگه بچه تا 4 سالگی باید توی این کارسیت باشه، تا 2 سالگی با از اینوری بشینه جلو نشینه، تا 4 سالگی اونجوری بشینه، بعد از 4 سالگی تا 8 سالگی توی بوستر سیت بشینه و الی آخر. ممنونم. آقای اکبری نوشته که پرچم شیراز همیشه بالاست. امیدواریم که این مسئله پرچم و اختلافات شیراز و اصفهان و تهران اینها از بین بره و پرچم انسانیت، فهم و شعور همیشه بالا باشه. و اما 13 بدر روز جشن یهود به مناسبت کشتار 500,000 ایرانی. دوستان 500,000 ایرانی اون موقع 2500 سال پیش میدونید یعنی چی؟ حالا ببینید اینجا براتون نوشته. وقتی که ما اونو برای دوستان فرستادیم، یه دوستی برای من اینو فرستاد. ما این رو سالهاست داریم میگیم آقای کوروش، آقای زرابی عزیز، وظیفه شما اینه اولین روزی که متوجه شدی جلوی پخش و انتشار دروغ رو بگیری. ضمناً فرخ به نظر میاد دیر آمد. فرخ جون بعدن برگرد نگاه کن، من هم صدا تو پخش کردم، هم این که آقا من نمیفهمم شما چی میگی. بذار agree on disagree. مثال زدم گفتم شما مدیر و صاحب تلویزیون مردم، آقای اندی، حالا گوش که کنسرتش داره میره، آقای اندی به شما تماس میگیره میگه من یه تور دارم، چی کار میکنی؟ آقای ایکس میگه آقا آقای اندی که ترکیه 22 مثلا بوده، بعدش ما افتر آورز داریم، چی کار میکنی؟ بعدم نظرت راجب اون آقای شیر محمد چیه؟ شما نظرتو بگو منم نظرمو میگم. شما لازم نیست که با من هی این اختلاف رو هی بیشتر بازش کنی و من اصلا این گفتگوها رو به عنوان توهین حساب نمی کنم. شما نگران اون قسمت نباش. دوستان عزیز، جشن پوریم رقص یهود در هولوکاست ایرانیان. 13 بدر روز جشن یهود به مناسبت کشتار 500,000 ایرانی. از جشن پوریم چه می دانید؟ هولوکاست واقعی را یهودیان در کجا و علیه چه کسانی اجرا کردند؟ آیا از کشتار 10,000 ایرانی به دست یهودیان اطلاع دارید؟ آیا روز 13 بدر نوروز و خروج از خانه ها ریشه در قتل عام ایرانیان باستان دارد؟ با گزارش ویژه مشرق از پایکوبی صهیونیست ها در سال روز کشتار ایرانیان همراه شوید. The Pre-Code.
Persia. این داستان چی میگه؟ که اون هامان ادوایزر فلان و اون مردخای و اینم خانم استر و خب حالا این چون ویدیوهای ممکنه یقمونو بگیرن من براتون میخونم که یک کمی راحت تر باشه کارمون. میگه جشن پوریم یکی از سنت‌های قدیمی قوم یهود است که در دهه‌های اخیر و پس از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. این به اصطلاح جشن که همزمان با 13 روز از سال جدید خورشیدی برگزار می‌شود، در حقیقت جشن و پایکوبی بر خون ده‌ها هزار نفر از مردم ایران است که با توطئه و دسیسه دو یهودی نفوذی در دربار خشایارشا کشته شدند. نتانیاهو در جشن پوریم 1999. ببینید دوستان، یادتونه ایراد میگرفتیم که چرا ایرانیا، چرا آخوندا بچه های زیر سن 12 و 13 و 14 و اینها رو میفرستن جبهه؟ نگاه کنید این لباس ارتشی تن این پسره و این ماجراها و اینا چیه، بعد دنبالش میاد. در کتاب عهد عتیق درباره این داستان آمده است شاه ایران زمین که در پایان جشن 180 روز آقای خشایارشا جشن گرفته بوده، از باد نوشی بدمست شده بود. ولی ما یه روز اگه یه جایی زیاد مشروب بخوریم تا دو روز بعدش هر کسی میبینتون میگه هنگوور داری، یا اگه اسم مشروب بیارن دیگه ما نمیخوایم اصلا اسم مشروب بیار. ایشون 180 روز باد نوشی میکرده، خب بدمست شده بود. در هنگام بدمستی شهبانو وشتی را میطلبد تا او را به اغیار بنماید. ملکه از این دستور گستاخانه شاه سر باز میزند. شاه خشمگین او را از شهبانویی ساقط میکند و او را به دست جلاد میسپارد. یهودیان که در سراسر ایران نفوذ فراوان داشتند جسارتشان به جایی رسیده بود که از دادن مالیات و خراج استنکاف میکردند و این استنکاف موجب شده بود که هامان صدر اعظم یا نخست وزیر یا معاون خشایارشا علیه آنان شود و آنان را در تنگ آنان بشورد و آنان را در تنگنا قرار دهد و یا حتی دستور قتل برخی از آنان را صادر کند. البته یهودیان در برخی کتاب‌های خود می‌گویند مردخای که پیشوای دینی یهودیان در عصر خشایارشا بوده وقتی حاضر به تعظیم در مقابل هامان نمی‌شود، او و اتباعش مورد غضب هامان قرار گرفته و تهدید به مرگ می شوند. درسا این داستان هم بعد دارید بخونید و اینجا راجع به فاحشه‌گری حلال در یهودیت. در سال 2010 یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به واقعه پوریم و استر اعلام کرد جاسوسان زن سازمان موساد مجاز به انجام هر گونه عمل جنسی با دشمنان برای انجام مأموریت خود هستند. همانگانه که استر هویت یهودی خود را پنهان کرد و با یک دشمن ایرانی یعنی اخشورش خشایارا ازدواج کرد و با این کار ملت یهود را نجات داد. بعد میدونید دوره جنگ آلمان و اینا هم خیلی از این زنا با سربازای آلمانی و اینها به اصطلاح دوست میشدن و رابطه برقرار میکردن و بعد حتی اونا رو جاشون و اینا رو میدادن که طرف کشته بشه. در هر صورت اینم ماجراهای کثیف چیز. من الان ربع ساعت دارم با شما حرف میزنم، هنوز این وبسایت DW که احتمالاً مال دوچه بده است داره همینجور میچرخه و چون دوست ما شیرازی است باید بهش بگم حسن آقا سر ما پر افتاد. دوستان عزیز ساعت 2:48 دقیقه است، من ساعت 3 هم قرار هست که برم. ناراحت نباشید، اونایی که از 2 اومدن ما امروز برنامه رو از 1 شروع کردیم. بعد از اینکه من ازتون خداحافظی کردم برگردید برنامه رو از اول ببینید. خوشحال میشم نظراتتون رو به وسیله تلفن زنگ بزنید و چیزایی رو که ما گفتیم و میدونیم شما تکرار نکنید. شما نظر خودت رو بگو. مثلا اگه سوربی میگه آقا اگه یک کسی میره کنسرت بعدش هم میره هپی آور بعدش هم میره افتر آور، این هیچ چیزی آقا دلش خواسته پول در آورده رفته خرج کرده،
شما میتونی کنسرت نری، پولا رو بدی پرچم بری ایران، پولا رو بدی نمیدونم بمب بسازن. این چیزایی که ما گفتیم شما نگو، شما بگو چی کار میکنی. اگه شما برنامه خودتو داشتی، اگه شما تلویزیون خودتو داشتی، چه میکردی؟ در اصل ممنون و متشکرم از یکایک شما. بذارید ببینم یکی دو تا دیگه چیز براتون بخونم و برم، چون انقدر چیزای جالب دوستان میفرستن. مارچ دی سی، گفتم براتون عکسای راهپیمایی رو بهتون نشون میدم و میگم که به اصطلاح چه خبر بود. با هم هر کاریش میخواد بکنه که ساکت بشه، شروع که میکنه ول نمیکنه. میگه که تصویرهای تصویرهای هوایی از به اصطلاح تظاهرات، خودش عوض میشه، از تظاهرات مختلف در شهرهای مختلف آمریکا یا در استیت، خیلی جاها بوده، حتی جاهایی که خیلی طرفدار اسلحه هستن و اینها، میگن آقا ما طرفدار اسلحه هستیم ولی از اون ور باید یک به اصطلاح بک‌گراند چک و اینها هم باشه. بذار یک کمی من اینجا قاطی کردم اینو دیگه خاموش کنم. یک دو سه، یک دو، بله، بذاریم اینجوری ببینیم که این صفحه رو تنظیم کنم براتون. حالا ما سریع شدیم ویلا اینا خیلی وقت گیره و دیگه حالا چه کار کنیم، یه ما میسازیم. بله ببینید، این جمعیت واشنگتن دی سی گفتم قریب 500 هزار نفر و تمام خیابون پنسیلوانیا رو بسته بودن. من شب قبلش اونجا بودم، استیج بزرگی که درست کرده بودن، مانیتورهای خیلی بزرگی که گذاشته بودن و این پاریسه. خیلی جالبه، مارکو سوربی is here. مارکو فکر کنم ایتالیان باشه. مارکو، there is a village named Sorby in Italy. Find out where it is, how to get there. I may meet you over there. اینجا نوشته، مثلا نوشته March for our lives. میگه ما راهپیمایی میکنیم برای زندگیمون، برای زنده بودن. بعد میگه که ban assault weapons، میگه فروش اسلحه های کشتار دست جمعی رو ممنوع کنید. protect kids not gun، میگه بیا از بچه ها حمایت کنه، از مدرسه و دانش آموزا، نه از گان، از اسلحه. این مال لندنه. لندن نوشته we call BS، ما میگیمش bullshit. و my body is more regular than gun. چیزها رو درست نگه نداشتن. این یکی مال نیویورک سیتیه، این یکی مال شیکاگوه، این یکی مال هیوستون تگزاسه، این یکی مال برلین آلمانه، این یکی مال آستین تگزاسه که چند دو هفته پیش اونا داشتن چیزای بمب و نمیدونم منفجر شدن و اینها بود، بعد اون پسره رو پیدا کردن و خودشو کشت. این مال باستونه و این یکی مال همون شهر و همون ایالت فلوریدا، پارکلند فلوریدا، و اینم تو آتلانتاز. و این آقا خیلی معروفه، این کسیه که همراه آقای جان لویس هست، همراه مارتن لوتر کینگ بوده، کتک خورده بوده، زده بودن با باتون و اینا تو صورتش و هنوزم یا نماینده مجلسه یا سناتوره و به شدت هم از ترامپ متنفره، چون میگه اصلا ترامپ آبروی مملکت و دنیا رو برده. و این حتی تو روز به اصطلاح سوگند ادا کردن ترامپ نیومد. این دیترویت هست و بعضی جاها حتی 250 نفر بودن. این میلواکی و همین جوری که میبینید بعضی ها حتی بچه هاشون رو آورده بودن با خودشون. البته اینا نمیدونم این بچه هست یا فکر نمیدونم مثل بغلشه، ولی خیلی اوکی. در اصل نشته مارچ آور لایف. من خودم باور ندارم بچه ها رو درگیر کنین با چیزایی که طرز فکر ما هست، ولی دیگه این یه امر طبیعیه. وقتی یه بچه توی خونه بزرگ میشه، ببخشید، توی خونه بزرگ میشه، خلق و اخلاق و باورهای اونو پیدا میکنه. فکر کنم صادق هدایت درباره اینم گفته که اگه ما توی خونه یهودی
به دنیا بیایم یهودی هستیم، توی خونه یه مسلمان اینجوری و الی آخر. دوستانی که تازه به ما پیوستید روی فیسبوک میتونید برگردید و از اول نگاه کنید و من چهارشنبه با شما خواهم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و درباره آقای صمد و پرویز صیاد صحبت کردم. میگه که صمد بعد از مشاوره جدی با خرش تصمیم میگیره که به شهر بیاد تو با مقامات قاطی بشه و چند تا سلفی بگیره. خلاصه صمد به شبکه نیم وارد میشه. دوستان، اینایی که ادعا میکنن و میگفتن شبکه نیم پولش از آخوندا گرفته، حالا که به خودشون پول میدن، گفت چی؟ هادی خورسندی گفت یه دوستی داشتم که بسیار سلطنت طلب، یه مدت پیداش نبود، همه گفتیم شاید مریض فوت شده و اینها، آمد دیدیم آقا سر ما رو گنده، گفتیم کجا بودی؟ گفت آقا ایران، شما عمرتون رو داری اینجا تلف میکنید، رفتم ایران چه خوش گذشت فلان اینا. بعد گفتیم بابا شما که سلطنت طلب بودی، مخالف اینا بودی، چجوری رفتی اونجا؟ گفت آقا من رفتم طلبمو گرفتم گور پدر سلطنت. اینا هم همینجوره. آقای صمد، آقای پرویز صیاد، شما آقای فرخ عزیز، آقای پرویز صیاد آدم انقلابی نیست. آقای پرویز صیاد فیلمم پر کرد، فرستادنم پر کرد، اینم پر کرد، اونم پر کرد. اینا انقلابی نیست، اینا نون میخورن به نرخ روز. ببینن شما چی دوست داری، یه روز ایتالیا بهت میدن، یه روز مراد برقی بهت میدن، یه روز صمد آقا و خرش بهت میدن، امروز هم صمد آقا و سلفی، تلفن سلفی و فلان اینا. روز روزگار بر شما دوستان، خوب و خوش سلامت باشید و به امید دیدارتون روز چهارشنبه. زمنن چهارشنبه ها دوست ما از خلیج فارس برنامه های عقل بشر رو درست میکنه، تهیه میکنه، میفرسته. اصلا نرسیدیم حالا به نامه های بین ایشون و دوستان دیگه هم به اصطلاح بخونیم و اون آیه قرآنی که گویا گفته که زمین صافه و اون دوستون میگه نه خیر، ایشون از حدیث میگه، بعد حدیث رو میذاره جای آیه قرآن و اینا و نمیدونم. من اصلا تو این قسمت ها وارد نمیشم. در صورت قصه ما به سر رسید، یا به قول معروف به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. با امید دیدار و روز خوبی داشته باشید، یا اوقات خوبی داشته باشید. مرسی.